بچه ها سلام. سلام 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 سلام. خیلی خوب، درصداتون خیلی بهتر شده بود نسبت به آزمون قبلی. با اینکه این آزمون سخت‌تر بود اما درصداتون خیلی بهتر شده بود. خیلی خوب. سلام سلام سلام. فیلم همایش هم انشاءالله تا امشب واسه تون میذارم. تحلیل کنکور 98 تجربی هم واسه تون میذارم امشب، نگاه کنین حتما. آزمون سخت‌تر بود اما درصداتون خیلی بهتر شده بود. پس تحلیل کنکور واسه تون امشب میذارم، ویدیو همایش هم واسه تون امشب میذارم، جزوه‌رم بعد همایش واسه تون میذارم. فردا هم که ویدیو فصل 1 دهم واسه تون میذارم تو گروهتون. پس فردا ادامه فصل 1 دهم میذارم. روز بعدش اسیر و بازی میذارم، باز تحلیل کنکور میذارم تا شنبه. خانم یعقوبی شما کلا مشکل داری. ویدیو فصل دهم تدریسش رو میذارم. آره فصل 1 دهم نگاه کن کلا 4 ساعته. فصل 1 دهم 4 ساعت رو نگاه کن، سر تست 100 درصده، اونو بزن. بخاطر همین میخوام بذارم. بچا سر تصویر خوبه؟ سر تصویر خوبه؟ همه سر تصویرشون خوبه، فقط یه نفر مشکل داره. اون یه نفر هم مشکل خودش. خیلی خوب، بریم سراغ تحلیلش. آره هر تست کنکور شیمی 4300 نفر جابجا میکنه. 3000 نفر نه، 4300 نفر. آقا بریم سراغ جزوه. بریم. این جزوه پاسخنامه این 5 6 صفحه 110 صفحه است. آقا پاسخنامه 110 صفحه است. دیگه ببین ما چیکار چه جور جنبندی کردیم. دیگه همه چی آوردم، آخه همه چی رو کامل آوردم. اینو ببینید دیگه، کتابم نمیخواد بخونی، جزوه‌رم دیگه نمیخواد بخونی، چون همه چی کامل آوردم. دو تا آزمون دیگه هم که بذاریم دیگه تمومه. حالا گوش کن آقا، چرا سر و ده صفحه است؟ آقا بچه میگن جرمولی های مهم کدومه؟ جرمولی های مهم، بیا اینم جرمولی های مهم میخوای حفظ کنی حفظ کن، برای سرعت بیشترت خوبه. این از این، پس اینا رو میشینی حفظ میکنی، اگه دوست داشتی استفاده میکنی. بچه میگن آقا ببین واکنش رو باید بهتون بدن. خب بعضی بچه میگن آقا ما دوست داریم واکنش رو حفظ کنیم، ما نمیخوایم ریسک کنیم. چطوری حفظ کنیم؟ اگه دوست داشتی حفظ کن، دوست نداشتی اصلا حفظ نکن. کسی میخواد سرعتش بیشتر بشه حفظ کنه، مگر به نظرم جد واجب نیست. یا مثلا واکنش نویسی، واکنش ها باید خودشون بهتون بدن. خب اما بعضی بچه‌ها میگن آقا شاید ندن، من چیکار کنم؟ میشه واکنش ها رو بهمون بدین؟ آره بیا، کل واکنش هایی که میتونه بیاد همیناست. اگه دوست داشتی حفظ کن، هر چی واکنشی که درسی یا بوده هست، هر چی واکنش، واکنش های اسید و باز، الکتروشیمی، همه رو آوردم. اگه دوست داری حفظ کنی و خیلی میگی آقا واکنش ها رو چیکار کنم، تو رو خدا به اون واکنش ها رو بدین، بیا بیا اینا واکنش ها. نامگذاری گروه عملی هم هست جلوتر مصطفی. اوکی اگه دوست داری واکنش ها رو حفظ کنی که مثلا نمیخوای ریسک کنی، بیا اینم از واکنش. تمام. چون خیلی بچه از اول سال منو کشن، میگم بابا واکنش لازم نیست، آقا ما میخوایم حفظ کنیم. خب بیا حفظ کن، بیا عزیز من، تمام واکنش ها رو واسه تو آوردم. تا جایی که دوست داری بشین برای خودت حفظ کن، تمام واکنشاش هم مهمه. خیلی خوب آقا، بریم سراغ تحلیل. بریم سراغ تحلیلش. آقا سال جونداری ها، یعنی کنکور هر درصدی که زدی برای کنکور 10-15 درصد بهش اضافه کن، 15 درصد بهش اضافه کن. گرفتی؟ این آزمون از کنکور لولش بالاتره. دو تا آزمون بعدی هم که میخوام تو همایش بعدی بگیریم، باز از اونها از اینا لولشون بالاتره، از اینا باز لولشون بالاتره. مثلا این هر سال 10 موردیه، 10 مورد داره. گرفتی؟ هر سال 10 مورد. مثلا میخوام جلسه بعدی از آبکاری بیارم یه دونه تست. آبکاری 10 مورد واسه چی میارم؟ بعد میگه چند مورد درسته؟ 4 مورد، 5 مورد، 6 مورد، 7 مورد. گرفتی؟ این از این. امکان داره تو کنکور 10 مورد بیشتر باشه؟ نه. نهایت 4-5 مورده، من 10 مورد میارم، چون تو 10 مورد تمامی نکات رو واسه مرور میکنم. تو آزمون قبلی سلول سوختی یا مثلا آهن، زنگ زدن آهن، موردهای سیاد برامو تمام نکات رو توش مرور کردم. مثلا آبکاری یه دونه سوال میارم 10 تا خط داره، 10 تا مورد داره، تو 10 تا مورد همه نکاتش رو جمع‌بندی میکنم واسه دیگه چیزی غیر از اون نیاد. گرفتی؟ این از این. پس واکنش ها رو واسه نوشتم. آقا میگی واکنش ها رو چیکار کنم؟ واکنش دوست داری حفظ کنی حفظ کن دیگه، همش هم مهمه.
بریم سراغ تحلیلش. آقا وقتی شکل اینجوری بهت میدن، گوش کن، شکل اینجوری بهت میدن، اول با شکل تو الکتروشیمی هم احتمال داره این بیاد، تو فصله که دارم الکتروشیمی احتمال داره این بیاد. آقا ببین چند تا خط داره، یک خط، دو خط، سه خط. آقا نشون میده سه تا لایه داره، نشون میده چند تا لایه داره، چون سه تا خط داره سه تا هم لایه داره. گفته تو لایه سومش 10 تا الکترون داره، یعنی S2 رو داره، سه پیشیش هم داره میشه 8 تا، یعنی تو دیش هم الکترون دو تا رفته، 3D2. پس اگر بخوام بنویسم، میگم 1S2، 2S2، 2P6، 3S2، 3P6، 3D2 دیگه 4S نداره، چون 4 تا لایه نداره، 3 تا لایه داره. چرا فهمیدم تو 3D هم الکترون داره؟ چون 10 تا داره تو لایه سومش، یعنی 3S2 رو داره، 3P6 هم داره، 8 تا داره، دو تا دیگه هم میخواد، تو 3D هم دو تا داره اما 4S نداره. آقا این به دی خط شده، به دی خط شده، ایول دمت گرم بچه دیگه چت نکنید. آقا به دی خط شده، آقا وقتی یک اتم به دی خط میشه 100% کاتیونه، 100% یک کاتیونه. نمیدونیم کاتیونش چیه اما میدونیم کاتیونه. دومی چیه؟ دومی ببین یه خط داره، یه لای داره، یعنی یک اس دو، یعنی آرایش گاز نجیبی یک لای داره و یک اس دو، یعنی هلیوم، میتونه هلیوم باشه، یعنی آرایش هلیوم نمیستن بهتره، گاز نجیبو داره. اگر یک اتم آرایش گاز نجیبو داشت، هم میتونه آنیون باشه، هم میتونه کاتیون باشه، هم میتونه اتم خونسا باشه. البته تو این مورد نمیتونه آنیون باشه، درسته؟ هم میتونه کاتیون باشه، هم آنیون، هم اتم خونسا. اما اگر هلیوم بود یا کاتیونه یا اتم خونسا. این از این میشه یک است. سومی چیه؟ گوش کن، سومی چند تا لایه داره؟ یک لایه، دو لایه، سه لایه، چهار لایه، درسته؟ آقا تو لایه چهارمش چند تا الکترون داره؟ دوتا، یعنی چهار استو رو داره، دو الکترون چهار استو. تو لایه سومش 15 تا الکترون داره، یعنی استو رو داره، پیشیش هم داره میشه 8 تا، باید 7 تا دیگه داشته باشه میشه 15 تا، 3D7. یعنی آرایشش میشه اینجوری، 4 استو رو داره، 3D7 هم داره، 1 استو، 2 استو، 2P6، 3 استو، 3P6، 4 استو رو داره، تو دیش هم 7 تا الکترون داره. پس این آرایش 1 و 2 و 3 رو نوشتم. حالا میخوام بریم بررسیش کنیم کامل. آقا چی گفته؟ گفته شکل 2 میتواره متعلق به یک کاتیون یا یک آنیون یا اتم خونسا باشه. درسته، هم آنیون میتونه باشه، هم کاتیون میتونه باشه، هم اتم خونسا میتونه باشه. گفته شکل یک به دی خط شده، حتما کاتیون بوده، حتما کاتیون بوده، آره به دی خط میشه 100% کاتیونه. عنصر مربوط به شکل 3 متعلق به گروه 17. آقا D7، من گفتم که اگر به دی خط بشه گروهش میشه جمع دی و اس، میشه 9، گروه 9. غلط. گفته عدد اتمی مربوط به شکل یک دست کم برابر 22. آقا ببین این 3D2، اگر بخوام اتم خنثاشو بنویسم چه زمانی این 3D2 میشه؟ زمانی که اساشو از دست بده، یعنی حداقل اینجا 4S2 هم بوده، جمع کنی چون بار مثبت شده اینو از دست داده، کاتیون شده. پس اگر بخوام بنویسم میشه 22، حداقل 22. آره بعدش حتما 4S2 رو داشته که الان از دست داده، پس میشه 22. این درسته. عنصر مربوط به شکل 3 یعنی این دارای 7 الکترون با n به اضافه l مساوی 5. آقا بریم ببینیم. آقا الان 1s nش چنده؟ 1. lش چنده؟ ls برابر 0 بود، میشه 1. پس این نمیتونه باشه، 5 ازمون خواسته. این nش 2ه، ls 0 2ه، پس این به دردمون نمیخوره. این nش 2ه، ls 1ه، میشه 3. اینا به دردمون نمیخوره با 5. n به اضافه lش برابر چند باشد؟ 5. این nش 3 ls 0 به دردمون نمیخوره. این nش 3 ls 1 به دردمون نمیخوره. این nش 3 ls 2 5 به دردمون میخوره. چند تا الکترون داره؟ 7 تا الکترون. پس در n به اضافه lش، n به اضافه lش بشه 5، 7 تا الکترون داره. گفته چند تا الکترون؟ 5، 7 تا الکترون. درسته. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 2. این از این. بریم پایین تا ببینیم چی گفته.
نکات جمع‌بندی گفت لایه ظرفیت. اگر آخرین الکترون وارد اس یا پی شود، لایه ظرفیتش میشه بیرونی ترین لایه. اگر وارد دی بشه، لایه ظرفیتش بیرونی ترین لایه نیست. مثل چی؟ مثل 4s2. یه مثال واسه وارد اس بشه، یه مثال وارد پی بشه، 4s2 4p6. اینجا لایه ظرفیتش میشه 4s2، اینجا لایه ظرفیتش میشه 4s2 4p6، یعنی لایه آخرش. اما اگر به دی خط بشه، مثلا 4s2 میشه 3d7. اینجا لایه ظرفیتش این دوتا میشن. آیا میشه لایه آخرش؟ نه، این که لایه آخر نیست، لایه آخر اینه. برای ایجاد کاتیون از بیرونی ترین زیلایه به تعداد بار کاتیون الکترون ازش کم میکنیم، ازش جدا میکنیم. بعضی از فلزا با دست دادن الکترون بارش گاز نجیب دوره قبل خودشون میرسن، بعضی هاشون، نه همشون. مثلا ببین، مثلا کروم 24 دوباره مثبت، دو تا دست بده میشه 22 تا الکترون. آیا بارش گاز نجیب میرسن؟ نه. پس همه فلزا بارش گاز نجیب نمیرسن. برای ایجاد آنیون به اتم خونسا الکترون بهش میدیم، برای که بار منفی ایجاد کنیم. اغلب نافلز ها با گرفتن الکترون به آرایش گاز نجیب میرسن، با گرفتن. بعضی هاشون هم با اشتراک میرسن، بعضی هاشون هم با اشتراک میرسن با آرایش گاز نجیب. مثلا انهایستر رو نگاه کن، الان هاشا الکترون به اشتراک میزنن با آرایش گاز نجیب هلیوم میرسن. ابعاد آنیون از اتم اولش بزرگتر است، یعنی اگه x باشه و x بار منفی، x بار منفی شاش بزرگتره. اگر ns2 np6 باشه، یعنی بارش گاز نجیب برسه، هم میتونه مربوط به گاز نجیب باشه، هم میتونه کاتیون باشه، هم میتونه یون منفی باشه. اگر به دی خط بشه، 100% مالای کاتیون بوده. اینم ترتیب پرشدن که بهتون گفتم. اسکاندیوم میرسه، آره اسکاندیوم میرسه، عنصر زیرین اسکاندیوم هم میرسه. نکات تکنسیوم، رادیوزوتوپا، اورانیوم، جدول، نکاتی که باید بلد باشی، اینو کامل بهتون گفتم. ایزوتوپا، خواص ایزوتوپا، ایزوتوپای هیدروژن، مشتری، عناصر، روند تشکیل عناصر. خیلی خب، بریم سراغ این سال. گوش کن. دیگه جنبندی خیلی مطالب آوردم، اینو بخونی خیلی جلو میفتی، خیلی جلو میفتی. خیلی خب، ببین چی گفته. گفته که نخستین عنصر از سمت راست، نخستین خط از سمت راست در طیف مربوط به زد، یعنی این میتونه مربوط به چی باشه؟ بنفش باشه. بنفش حدوداً چقدر بود؟ 410 بود دیگه، درسته؟ طول موج کوتاهی هم داره، اینم طول موج کوتاهی داره این خطه، اونم 410 در نایه مرئی هم بس بین 400 تا 700 هم هست، پس درسته آقا، این درسته. دو خط نخست از سمت چپ میتواند آبی رنگ باشه. ببین این درسته یا غلط. آقا ببین، آبی باید بین 400 تا 700 باشه، این از 700 چیه؟ ببین از 700 اینورتره، پس نمیتونه باشه، اصلا مرئی نیست. عنصر M میتواند لیتیوم باشد. آقا مگه 4 تا خط نداره؟ لیتیوم هم 4 تا خط داره، پس این درسته. عنصر X، عنصر X چون دو تا خط داره گفته الکتروناش کمتره. آقا اصلا کم بودن خطوط ربطی به الکترون نداره، غلطه. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 2. آقا اوکی؟ این سوالش سوال جدیدی ها، این سوالش سوال جدیدیه، از این خط تا بهتون بدن تو آزمون هم جدیدن زیاد میارن. خیلی خوب آقا، همگی اوکی؟ این هم که بهتون گفتم 7 الکترون داره، الش برابر 1، حد اکثر الکترون. خب اس، دسته اس، اس در حال پر شدنه، عناصر گروه 1 و 2 و هلیوم میشه، 14 تا عنصر داره، لایه ظرفیتش میشه اس، تعداد الکترون زیلای اس به جز هلیوم. پی، پیشون در حال پر شدنه، 36 تا عنصرن، لایه ظرفیتش میشه اس به اضافه پی، عناصر گروه 13 تا 18 به جز هلیوم هن. دی، دی در حال پر شدن، عناصر گروه 3 تا 12 به جز دسته اف هن، 40 تا عنصرن، اس به علاوه دی. اف، اف در حال پر شدن، 57 تا 70 میشه لانتانیت ها، 89 تا 109 میشه اکتینیت ها،
شماره گروهشون گروهشون همش سه این از این. شماره دوره هم که میشد بزرگترین ذریب. آقا این که بگی خطوطش کمه پس الکترونش کمه اصلا ربطی نداره. مثلا هلیوم 9 تا خط داره اما 2 تا الکترون داره. اصلا به هم ربطی به هم میگه دارن؟ هیچ ربطی نداره. هیدروژن 1 دونه الکترون داره، لیتیوم 3 تا الکترون داره. اما دوتاشون 4 تا خط دارن. اصلا ربطی داره به الکترونش؟ نه. 410 همون آخره، طول موجش خیلی کمه دیگه. گوش کن. آرایش آ دوباره منفی گفته 3 پی 6 شده. یعنی اگر آ دوتا بگیره میشه 3 پی 6. یعنی چی بوده که دو گرفته شده 3 پی 6؟ 3 پی 4 بوده. پس میشه 1 اس 2، 2 اس 2، 2 پی 6، 3 اس 2، 3 پی 6. این اتم خنثاه. که میشه اس 16. میشه گروه 16 دوره چندم، بزرگترین ذری گروه چند؟ دوره سوم. گروهش هم 12 به اضافه توان پی میشه 16. چقدر پیام میاد، چقدر حرف میزنه اینا. خیلی خوب. چی هر موقع داد خط بزنیم؟ هر موقع داد خط بزنیم چه سوالیه؟ مهندس مردانشاهی. چی و هر موقع داد خط بزنی؟ نمیفهمم منظور تو. هر موقع داد خط بزنیم؟ سوال تو درست درمون بپرس. بگو آقا اینو داد چی کار کنیم؟ هر موقع داد خط بزنیم سوال نوازه. الکترون هم تی به خط نداره. همین الان گفتم. بزنیم چی اگه داد خط بزنیم؟ این دیه دوباره مثبت سه پیشیشه. این دو تا از دست داده. یعنی سه پیشیش چار استو شاید دست داره. چار استو بوده. پس میشه یک استو، دو استو، دو پیشیش، سه استو، سه پیشیش، چار استو. گروه دو دوره چار میشه کلسیم 20. حالا چی گفته؟ گفته اتم دی، اتم دی این دیه به دوره چهارم. آره دوره چهاره و اتم ها به دوره سوم تعلق داره. درست. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه یک. آقا ساختار لوئیس گوش کن. اول بیا یک نکته که میخوام بگم و ببین. اول این نکته که میخوام بگم و ببین. خیلی خوب ببین، باید این کارو بکنی. این رو تو کلاس هم نگفته بودم، میگم اینجا. مدل های فضا پر کن اگر دو اتمی باشه و ناقطبی باشه شکلش اینجوریه، مثل N2 O2 F2. اگر دو اتمی باشه و قطبی باشه اینجوری میشه، مثل CO NO HCl. این اگر خطی باشه این شکلی میشه، مثل HCN CSO CS2 CO2. اگر خمیده باشه این شکلی میشه. اگر مسطح، سزلی مسطح باشه، مثلثی باشه این شکلی میشه. اگر هرمی باشه این شکلی میشه. چهار وجهی هم باشه این شکلی میشه. آقا شکلاشم، مثالاشم واسه نوشتم اینجا. مثالاشم واسه نوشتم. پس این میشه چهار وجهی، این میشه هرمی، این میشه سزلی مسطح، این میشه خمیده، دو این میشه خطی، دو اتمی قطبی، دو اتمی ناقطبی. مثالاشم واسه زدم چند تا. این مدل فضا پرکنشه، خیلی هم مهمه. حالا ربطی به این سوال نداشت اما میخوام واسه بنویسم. گفته ساختار لوئیس اوسه. اوسه شبیه کیه؟ SO2 NO2. گفتم به تعداد بار منفی ببره جلو، N یه خونه بره جلوتر، گروه 15 میشه 16، میشه SO2. و SO2 گفته مشابه هم دیگر، ستایشون شدن SO2 تمومه دیگه. گفته مدل فضا برو کنه، این ستا مشابه هم دیگر. SO3 درسته. NO3 N یه بار منفی، یه خونه بره جلو میشه SO3، پس این هم SO3 است. C دو بار منفی، دو خونه ببره جلو، میشه گروه 16، بازم میشه اس او سه، مشابه یک دیگه هم درسته. یعنی بقیه اینا رو با بدبختی رسم میکنن ها. تو اگر لوئیس منو دیده باشی، جنبندی هم وسط کردم بلد باشی، دیگه تمومه، دیگه سری میزنی تستو. گفته نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به ناپیوندی در نیتریک اسید برابر یک است. آقا ناپیوندی رسم اسیدها هم که به یاد دادن دیگه، ناپیوندی چقدره؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 7 چون غلطه دیگه. شمار پیوندها در مولکول سیدارشتار چند پیوند داره؟ 4 تا 6 تا پیوند داره. برابر ناپیوندی ها در SF2 این چند داره؟ 8 تا داره.
برابر نیستن. یه جواب میشه گزینه چند؟ گزینه دو. این از این. تقدیر جز به جز چجوریه؟ دیگه وسط تست دادن نکات اینا رو هم بهتون میگم. اول میان چیکار میکنن؟ تقدیر جز به جز هم خیلی نکته مهمیه. در صنعت گازهای درون هوا کره را از تقدیر جز به جز هوای مایع تعیین میکنن. ترتیب جدا شدن در ستون تقدیر بستگی به دمای جوش داره. هر چه دمای جوشش پایین‌تر باشه، زودتر هم جدا میشه. مرحله یک هوا را از صافی عبور میدن، گرد و غبارش جدا میشه. اصلا من اینو سایلنت کنم. خیلی حرف میزنم. خیلی. بعد کاهش دما تا 0 درجه با استفاده از افزایش فشار. رطوبت هوا به صورت یخ جدا میشه. بعد میان دما رو کم میکنن تا منفی 78 درجه. گاز کربن دی اکسید به صورت جامد جدا میشه. بهش میگن یخ خشک. بعد دما رو تا منفی 200 درجه کم میکنن. مخلوط بسیار سرد چند مایع به نام هوای مایع تولید میشه. بعد مرحله 5 تخطیر جزء به جزء هوای مایع. اجزای هوا در دمای متفاوت جدا میشن. اول نگاه کن دمای اینو نگاه کن، این دمایش منفی 183، این منفی 186، این منفی 196، درسته؟ کدوم زودتر جدا میشه؟ اول N2، بعد آرگون جدا میشه، بعد O2 جدا میشه، درسته؟ این از این. ببین الان دمای جوش کدوم از همه کمتره؟ این از همه کمتره، پس از همه زودتر جدا میشه. بعد اینه این جدا میشه، بعد اینه این جدا میشه. تهیه اکسیژن 100% خالص دشواره، زیرا نقطه جوش اودو و آرگون خیلی به هم نزدیکن. مورد اول شماره پیوند ها میخواست، نه جفت. مورد اول ها الکترون های پیوندی رو خواسته. الکترون های پیوندی چند تا پیوند داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. آره میشه 10 تا. 10 تا الکترون پیوندی داره تقسیم بر چی؟ چند تا جفت پیوند ناپیوندی داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا. اصلا فرق نمی کنه تو حل سوال، بازم فرق نمی کنه. روی این ناپیوندی نداره؟ نه آقا، پنج تا پیوندی. گوش کن، دو، چهار، پنج. خب نه، شمار نسبت جفت الکترون های پیوندی، جفت الکترون پیوندی میشه همون پیوندا. چند تا پیوند داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. به شمار جفت الکترون های ناپیوندی، چند ناپیوندی داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا. گفته برابر یکی. غلطه دیگه، غلطه. خب منم نوشتم غلط، مردانشاهی ما رو گیج میکنه. چرا ما او دوگانه داره؟ چون هشتایی نشده دیگه. وقتی هشتایی نشه دوگانه میده. تو ویدیو قبلی کامل توضیح دادم. آقا H2O3 گوش کن، اول اتم مرکزی رو میکشی، اینو میکشی دیگه. شما که 82 میزنی که نباید اشتباه کنی دیگه. به تعداد هاش اتصال گروه اوهاش، یک نوع اوهاش بهش وصل میکنی. الان 8 شده؟ نه، پس باید یه پیوند دوگانه بده، یه پیوند دوگانه با اکسیژن میده. الان 8 شده؟ 2 4 6 8. بله، اینو هم داتیو میده. چند تا ناپیوندی داره؟ چند پیوندی داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج. چند ناپیوندی داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا. چی قطع نشده؟ چی قطع نشده؟ با فرمول رفتی اشتباه کردی دیگه. با فرمول رفتی اشتباه کردی دیگه. شما که 80 خورده میزنی که نباید اشتباه کنی دیگه. خیلی خوب. بخاطر میگم چت بسته باشه، چون سوالاتون خیلی چرا پرته. خیلی خوب گوش کن. آشنایی با گاز آرگون، با هلیوم، همه رو واسط نوشته، با اکسیژن، واکنش های سوختن، ممکن واکنش های سوختن، نکات کربن مونوکسید، شیوهای نمایش واکنش شیمیایی، اینو مطلب حفظیه. خب نامگذاری گوش کن، گوش کن. اصلا چطور ببن
جواب درست نبوده دیگه. چه طولانی بشه طولانی نشه جوابم درست نبوده. خیلی گوش کن، ترکیبمون یا یونیه یا مولکولی، درسته؟ خب نامگذاری ترکیب یونی که هممون بلدیم دیگه، اون که کاری نداره. اما ترکیبات مولکولی چجوریه؟ اول پیشوند یونانی، بعد نام عنصر سمت چپ، بعد پسوند، بعد نام عنصر سمت راست، بعد پسوند این. مثلا ببین، اول پیشوند یونانی چند تا نیتروژن داری؟ دوتا. میگی دی نیتروژن. بعد تعداد عنصر بعدی چهار تا داره، تترا اکسیژن به اضافه اید میشه اکسید دی نیتروژن. این برای ترکیب مولکولیه. یا مثلا فسفر پنتا برومید نیتروژن مونوکسید، درسته؟ این از این. بقیه ترکیب یونی هم که زیاد چیز نداره. اکسیدهای فلزی و نافلزی خیلی مهمن تو فصل 2 دهم. مثلا کلسیم اکسید، اکسیدهای فلزی اکسیدهای بازی هن، مثلا آلوسه، NO2، کلسیم اکسید، گچ و سیمان، آبی رنگ میشه کاغذ پهاش. اما آب گازدار، SO2، NO2 اینا اکسید نافلزی هن، اکسید اسیدی هستن، کاغذ پهاش قرمز میکنن. هر اکسید نافلزی خاصیت اسیدی نداره، NO, CO, NO2 اکسید خونسو هن، اسید تولید نمی کنن. پهاش رو بخوام مقایسه کنم، هفت میشه خونسو، میشه آب خالص. اسیدیا آب باتری خودرو از همه اسیدی تره، بعد اسید معده است، بعد آب گوجه فرنگی، بعد قهوه. اینا اسید ضعیفن اما اینا اسید خیلی قوی هن. اسید معده هم اسید قویه. اما بازیا این از همه بازی تره، لوله باز کن، بعد میشه تمیز کننده، بعد آمونیاک، بعد شربت معده. هر چه به سمت جلوتر میام چی میشه؟ پهاش هم بیشتر میشه. این از این. باران طبیعی پهاشش بین 5 و 6 دهم تا 7. علت اسیدی بودن باران طبیعی CO2 با H2 واکنش میده، تولید H2 CO2 میکنه. گفته باران اسیدی پهاش از 5 و 6 دهم خیلی کمتره. و چون دلیلش چیه؟ وجود آلاینده های NO2 و SO2. اینا تولید H2O و سولفوریک اسید میکنن که خیلی خطرناکه. افزایش دمای کره زمین هم که وسط نوشته، اثر گلخانه‌ای هم که نکاتش مهمه، شیمی سبز، توسعه پایدار. خیلی خوب آقا، اینجا مهمه، خودم برای توضیح میدم. یعنی تمام نکات فصل 2 دهم وسط نوشتم دیگه، هر چی نکته بوده آوردم. یعنی جدا از تستمون داریم جنبندی هم میکنیم، فقط تست نیست. ویدیوهای استو، محلول، سینتیک، تعادل، الکترو، گرما، دوره، گروه، نمیدونم جدول، یونی، همه چی وسط گذاشتم دیگه. دو تا آزمون وسط تحلیل کردم، جنبندی خط کتابم که الان دارم انجام میدم. فصل 1 دهم و فصل اسیدباز هم وسط ویدیوشو میذارم. اسیدباز فقط قویا نگاه کنن، فصل 1 دهم ضعیفا نگاه کنن. پس اسیدباز قویا، 1 دهم ببین، 1 دهم ویدیو 4-5 ساعته، نگاه کنید 100% آقا. یعنی کسی که الان صفر، ویدیو 1 دهم 100% نگاه کنه و بزنه تستشو، گرفتی؟ کسی که الان صفر میگه من چیا بخونم، آقا استو بخون، الکتروشیمی بخون، 1 دهم بخون، 3-12 بخون، همین 1 دهم ترمو اینا رو بخونی، اوکی، یعنی به 40-50 برسی دیگه. کسایی هم که دیگه قوی هم که دیگه هیچ مشکل نداری. خیلی خوب. اوزون دگر شکل اکسیژنه، به شکلهای مختلف یک عنصر میگن چی؟ آلوتروپ. مثلا اکسیژن یعنی اکسیژن، هم به شکل اوزون دیده میشه هم به شکل چی؟ اکسیژن دیده میشه، اتم اکسیژن. چند مقایسه مهم، هر دو آبی هن در حالت مایع، در گازی هر دو بیرنگ هن. انحلپذیری اوزه از اودو بیشتره چون قطبیه. نقطه جوش اوسه از اودو بیشتره چون قطبیه. پایداری اودو از اوسه بیشتره. واکنش پذیری اوسه از اودو بیشتره. ساختار لوسشون اینجوریه. در صنعت از اوزون برای گندزدایی میوه و سبزیجات استفاده میکنن. در لایه اوزون مولکولای اودو و اوسه طی واکنش برگشت پذیر به هم دیگه تبدیل میشن. دو تا اوسه میشه و سه تا اودو و برگشتش هم انجام میشه. اگر فقط دو تا اوسه میشد سه تا اودو، با کاهش شدید اوسه پرتای فناورش به ما میرسیدن. من گفتم در استراتوسفر اوزون باعث مانع ورود پرتای فناورش میشه. اگر فقط اودو بشه اوسه، باعث کاهش شدید اکسیژن در لایه استراتوسفر میشه. این از این. اینا رو میخونی، اینا دیگه همش حفظیه. به این سوال کاری ندارم چون مثلا نوشتم سوالش خیلی راحته، خیلی راحته، بهش کاری ندارم.
نیتروژن، نیتروژن هم خیلی مهمه، فراوان‌ترین جزء سالانه هواکره، 78% هواکره است، انگار جزء هواکره است. در مقایسه با اکسیژن از نظر شیمی غیر فعال و واکنش ناپذیره. O2 و H2 در حضور جرقه میشن دو تا H2. N2 و H2 در حضور جرقه یا کاتالیزگر واکنشی بازم رخ نمیده. به جذب بی اثر شهرت یافته. در محیطی که گاز اکسیژن هست عامل ایجاد تغییر شیمیایی است، به جای آن از نیتروژن استفاده میکنن. کاربرداشو گفته گاز نیتروژن واکنش پذیریش کمه، اما اکسیداش مثل NO و NO2 چون رادیکالن و تک الکترون دارن واکنش پذیری زیادی دارن. گفته گاز نیتروژن واکنش پذیری ناچیزی داره، اما امروز در صنعت از آن تهیه مواد گوناگونی ازش تهیه میکنن مثل آمونیاک. گفته هابر فرند هابر چیه؟ اگر N2 به علاوه 3 تا H2 در شرایط بینه با هم میگه میشن چی؟ NH3. بزرگترین چالش هابر چیه؟ یافتن شرایط بهینه است برای انجام این واکنشه. بنابراین واکنشو بارها در دما و فشار مختلف انجام داد. دو تا چالش مهم داره برای شرایط بهینه. یکی واکنش در دما و فشار اتاق انجام نمیشه. بعد چگونه میتونم فراورده واکنش رو از مخلوط جدا کنم؟ شرایط بهینه چیه؟ کاتالیزگر FE، دمای 450 درجه و فشار 200 اتمسفر. واکنش اندو و هاشو واکنش برگشت پذیره و در ظرف مخلوط N2، H2 و NH3 وجود داره. برای جداسازی آمونیاک باید چیکار کنیم؟ پس از انجام فرایند هابر دما رو کمی پایین‌تر از نقطه جوش NH3 منفی 34 درجه میاریم، مثلا منفی 40 درجه، آمونیاک مایع شده رو از مخلوط جدا میکنیم. در فرایند هابر N2 و H2 واکنش نمیدن، واکنش نده رو دوباره جمع‌آوری میکنن و به محفظه برمیگردونن. حالا من پایین‌تر یک سوال گذاشتم. گاز هیدروژن و گاز نیتروژن با هم دیگه واکنش میدن. انجام واکنش در دمای 450 و فشار 200 اتمسفره. بعد میشه بی. بی چیه؟ سرد کردن مخلوط واکنشه. بعد اینجا آمونیاک مایع رو جدا میکنن. بعد اینجا هیدروژن و نیتروژن دوباره برمیگردونن به محفظه تا با هم دیگه واکنش بدن. این سوال 6 فرند هابر خیلی هم مهمه. احتمال که بیاد خیلی زیاده. خیلی خوب. اینجا تست 7 یه تست خیلی خوبه. آقا نگاه کن تست 7 چی گفته؟ گفته با توجه به جدول زیر که قسمتی از جدول دوره‌ای نشون میده، احتمالی که اینجوری بیاد خیلی زیاده. من خیلی ازش گذاشتم، یعنی 3-4 تا سوال اینجوری عناصر مجهول گذاشتم با این قسمت از جدول. چرا؟ چون خیلی مهمه. گفته عنصرهای آ و ال، آ میشه گروه 13 دوره 2 میشه بر، دوره سوم میشه آلومینیوم، با عنصر جای ترکیب یونی تشکیل. اصلا بر ترکیب یونی تشکیل نمیده، غلط. پس الف غلط. عنصرهای ام، آقا عنصر ام، ببین عنصر ام گروه چنده؟ گروه 17. مثلا چی؟ مثلا فلور کلوره. و عنصر دی گروه 14 سی. آقا سی با سیل چه واکنشی میداد؟ برای چه مولکولی میفتی؟ آفرین CCl4 چاربرچیه دیگه. گفته مدل فضا پرکنش به این صورت چاربرچیه، درسته. گفته عنصرهای کیو و جی، آقا کیو چه عنصریه؟ بالاترین عنصر میشه کیو، سی و جی اکسیژن. سی با او چه واکنشی میداد؟ سی او میداد دیگه، کربن مونوکسید. گفته مدل فضا پرکنش به این صورته، دو اتمی قطبی که بهت گفتم، درسته. بله. در ساختار لوئیس مولکول ای، ای چه مولکولیه؟ میشه پی. و جی اف، پی با اف. گفته ای جی 5 یعنی پی اف 5، یعنی پی بکش 5 اف هم بهش وصل کن. گفته 15 جفت ناپیوندی وجود داره، 3 تا، 6 تا، 9 تا، 12 تا، 15 تا. درست. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 3. این از این. خب حالا میخوای فرمول نویسی یاد بگیری؟ الان این چند تا عنصر داره؟ N و H بهش میگن دو عنصر، پس میگن ترکیب دوتایی.
چند تا اتم داره، باید زیربندا رو بشماری. یه دونه n با سه تاش میشه چقدر؟ 4 تا اتم. این از این. حالا چی گفتیم؟ یون ها به چند دسته تقسیم میشن؟ دو دسته. یون های تک اتمی و چند اتمی. کاتیون ها یعنی ذره بابان مثبت. نامگذاریشون به چه صورته؟ ما داریم تک اتمی رو بررسی میکنیم. مثلا یون سدیم، یون منیزیم. آن یون ها یون. عنصر اید. مثلا یون کلورید، یون اکسید، یون سولفید، یون نیتریت. جدولش رو کامل واسه اینجا گذاشتم که حفظ کنی. یون های چند اتمی زیروندشون از یک بیشتره. یا کاتیون یا آنیون. مثلا NH4 مثبت، یون آمونیوم. O2 دوباره منفی. درسته؟ پراکسید. N3 یه بار منفی، آزید. N3 منفی، نیترات. باید کامل بلد باشی اینا رو. جدول گذاشتم کل یون های چند اتمی باید حفظ کنی. این از این. ببین حالا اینجا چی گفته؟ گفته فلزی که در ترکیب با MPO4 ترکیب به فرمول MPO4 و MSO4 ایجاد میکنند ممکن است آهن یا کروم باشد. آهن و کروم هم دوباره مثبت دارن هم سه باره مثبت. خب ببین الان عنصر M دارم گزینه الف رو بررسی میکنم فقط. الان عنصر M MSO4 SO4 من میگم دوباره منفیه. پس M چند بار من مثبت بوده که با این دو خط خورده. پس این دوباره مثبت بوده. MPO4 PO4 سه بار منفیه. این M چند بار مثبت بوده که با این سه بار منفی خط خورده. پس سه بار مثبت بوده. پس هم دوباره مثبت بوده هم سه بار مثبت. کروم، منگنز، آهن، کوبالت، نیکل اینا هم دوباره مثبت هم سه بار مثبت. پس این جمله درسته. در نمک آمونیوم فسفات یعنی NH4 3PO4 باید بتونی به این میسیش دیگه. آمونیوم NH4 مثبت PO4 سه بار منفی. این سه شو میده به این، نمکشو میده به این، میشه NH4 3PO4. گفته نسبت شمار اتمای هیدروژن 4 ضرب در 3 میشه چقدر؟ 12 اتم. به شمار اتمای اکسیژن چند اکسیژن داره؟ 4 تا. برابر 3 است. خب درسته. در نمک های روی کربنات آهن سولفات و نقره نیترات. خب آنیونشون چیه؟ کربنات میشه 3+3 دوباره منفی. خب سی دوباره منفی. دو تا خونه ببر جلوتر میشه گروه 16. سی گروه 14 بره جلوتر میشه گروه 16. میشه SO3. SO4 دوباره منفی. S دو خونه بره جلوتر میشه چی؟ زنون O4. NO3 منفی، N یک خونه به جلوتر میشه چی؟ گروه 16 میشه SO3. پس این دوتا SO3 هست. گفته شکلشون به این صورته، دوتا اتم، دوتا آنیون. پس NO3 منفی و SO3 دوباره منفی که میشن SO3 شکلشون اینجوریه، کاملا درسته. گفته نسبته. پس اولی درست شد، دومی هم درست شد، سومی هم درست شد. نسبت شمار اتم های اکسیژن در کوبالت، آقا اینجا خیلی وضعی اشتباه کردن. کوبالت 3 سولفات یعنی کوبالت 3 بار مثبت و SO4 دوباره منفی. این دو رو میده به این، هم 3 رو میده به این، میشه کوبالت 2 SO4 3. گفته نسبت شمار اتم های اکسیژن چند اکسیژن داره؟ ببین 4 ضرب در 3 میشه 12. نه اینو حساب، این اکسیژن نیست، این جزی از کوبالته. نه حسابش کنی 12. به شمار عنصرها چند عنصر داره؟ کوبالت اس او 12 تقسیم بر 4 میشه چقدر؟ بذار نسبت شمار اتم اکسیژن به کوبالت سولفات. به شمار عنصرها یه کوبالت داره، یه اس داره، یه او داره. 12 تقسیم بر 3 میشه چقدر؟ 4. این جملهش غلط. جواب میشه گزینه چند؟ اینجا اشتباه خورده. جواب میشه گزینه 1. نسبت شمار اتم های اکسیژن 12 تا به شمار عنصرها. یه عنصر کوبالت داره، یه اس داره، یه او داره. کلا 3 تا عنصر داره. میشه 4. خیلی خوب. این از این. آسل چطور باز کن؟ آقا اوکی؟ نه درست نیست.
مصطفی معنویان فر. ببین کوبال دو اس او چهار سه. چند نوع عنصر میبینی؟ عنصر کوبالت رو میبینم، عنصر گوگر میبینم و اکسید اکسیژن سه تا میبینم. شکل شکل نداره آمونیوم سولفات. دوازده سوم میشه چهار. اینجا چند گفته بود؟ چهار گفته بود یا سه گفته بود؟ دوازده تقسیم بر سه میشه چهار. آره آره این درسته. گفته برابر چهاره دیگه، درسته. همون چهار میشه. آره من حواسم نبود، فکرم گفته سه. آره آره منظور چیه؟ حسانایی نمیفهمم. شکل ساختاری ندارن. انحشار مثبت با ها آمونیوم فر. این از این. الان درست شد. بریم سال بعدی. خیلی خوب. آقا بریم نقطه ذوب و جوش. نقطه ذوب و جوش. هشت گزینه دو. خب من گذارم گزینه دو، گفتم گزینه دو درسته دیگه. خیلی خوب. نقطه ذوب و جوش گوش کن. نقطه ذوب و جوش رو بخوایم هم دیگه مقایسه کنی، اول توضیحش رو میگم بعد بریم سراغ سواله. نقطه ذوب و جوش، وقتی میخوای نقطه ذوب و جوش ترکیبات مولکولی، فقط مولکولی رو بخوای مقایسه کنی، اول میری سراغ چی؟ فاز. جامد از مایع بیشتر، مایع هم از گاز. مثلا ببین بعد میرم سراغ چی؟ حالا اینجا مثالش نیست. اگه بخوام یه مثال بزنم، مثلا آیدو F2 کدوم بیشتره؟ میگم آیدو جامده، F2 گازیه، پس اینو سری میزنم. بعد میرم سراغ پیوند هیدروژنی، اونی که پیوند هیدروژنی داشته باشه قوی تره. پیوند هیدروژنی داشته، میرم سراغ قطبی و ناقطبی، قطبی ها از ناقطبی ها بیشترن. بعد میرم سراغ جرم و حجم. الان میبونم میگه مقایسه کنی HCl و F2، آن دوتاشون گازی هن، هیچ کنون پیوند هیدروژنی ندارن، این ناقطبیه این قطبی، پس این بیشتر. میرم سراغ CO و N2، دوتاشون گازی هن، هیچ کنون پیوند هیدروژنی ندارن، این قطبی، پس CO از N2 بیشتره، اینم جامد از این گازی بیشتره. این هستی. پس میرم سراغ اینا. حالا میخواییم تو هر گروه بررسی کنیم چه جوریه. ببین گروه 17، گروه 17 اولا که همشون گازی هن، پس به جامد مایه اینا نمیتونم کار بگیرم، همشون گازی هن. میرم سراغ پیوند هیدروژنی، نه هر کی گفته چرت و پرت گفته بهت. اگه همینجا رو نگاه کن، همینجا رو نگاه کن، الان هاشیه، الان هاش آی جرمش از هاش اف بیشتره، اما هاش اف نقطه ذوب و جوشش بیشتره. آیا ربطی به جرم داره؟ این جرم 128، این جرمش 40، اصلا ربطی نداره. اول میریم سراغ فاز، بعد پیوند هیدروژنی، بعد قطبیت، بعد میرم سراغ چی؟ جرم و حجم. الان میخوام مقایسه کنم. ببین هاش اف چون پیوند هیدروژنی داره از بقیه بیشتره، پس ببین هاش اف رو میذارم این بالای بالا، هاش آی، هاش بیر، هاش سیل همشون قطبی هن. همشون قطبی هن، همشون واندروالس هن، هیدروژنی نیستن. پس میرم سراغ جرم و حجم. نمیدونم اینجوری شما اشتباه شنیدید، دبیرتون حتما اشتباه نگونید، شما اشتباه شنیدید. پس ببین اول که میرم سراغ چی؟ فاز، همشون گازی هن. بعد میرم سراغ پیوند، هاش اف هیدروژنی از این سه تا بیشتره، پس این بالای بالا میذارمش مثبت. بعد میرم سراغ چی؟ قطبی ناقطبی. خب این سه تا همگیشون چی هن؟ قطبی هن. بعد میرم سراغ جرم و حجم. ببین هاش آی جرم و حجمش از همه بیشتره، بعد هاش بیاره، بعد هاش سیل. پس اول هاش اف بود، بعد هاش آی، بعد هاش بیار، هاش سیل. پس هاش اف میاد پایین، بعد میشه هاش بیار از هاش سیل بیشتر، هاش آی هم از هاش بیار بیشتر. این گروه چنده؟ گروه 17.
روند تناوبیش اینجوریه. غلط بهتون گفتم. نمیدونم دبیرتون کیه؟ خانم یعقوبی و ملک زادگان کی همجی حرفی بهتون زده؟ خانم ملک زادگان دبیرتون کیه؟ آقای کی؟ من قدم چی؟ بچه اونها رو بریزین دور تو رو خدا بریزین دور بخیال دیگه بلا نیستن چیزی بهتون میگن. بریم گروه 16. ببین گروه 16 اول میرم سراغ فاس. میرم سراغ فاس. حالا هیدروژن من استاد فقط مقایسه کافیه یا با عدد؟ نه کافی، مقایسه کافیه. اول میرم سراغ همه رو گازی در نظر میگیرم، میگم همگی چی هن؟ گازی هن. پس از مورد اول رد شد، میرم سراغ مورد دوم. آقا این واندروالس، این واندروالس، این واندروالس، این هیدروژنی، پس H2 از همه بیشتره، هیدروژنی داره. بعد میرم سراغ سومی که این ستا رو با هم میگه مقایسه کنم. هر همشون چی هم؟ قطبی، 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 قطبی. پس اینجوری هم نمیتونم مقایسه کنم. پس فازاشون یکسان بود. تو مورد دوم هیدروژن H2 هیدروژنی بود، از بقیه بیشتر شد. مورد سوم همه که قطبی بودن، برابر بودن، نتونستم مقایسه کنم. میرم سراغ مورد چهارم، این سه تا جرم و حجم. آقا این از این بیشتره، اینم از این بیشتره، چون جرم و حجمش بیشتر. پس اول H2 بعد H2S میاد پایین، H2S از این بیشتره، H2 تلرینوم هم از این بیشتره به دلیل جرم و حجم. چون ببین اینجوریه، SSE تو جدول اینجوریان. خب هر چی به سمت پایین برم جرمش بیشتر میشه دیگه. پس H2 این از بقیه بیشتره، بعد این بر این. H2 چرا از همه بیشتر شد؟ چون از کجا فهمیدم که HF؟ از کجا فهمیدم که HF پیوند هیدروژنی داره بقیه نداره؟ دیگه تو خدا این سوالا چی میپرسین؟ خب گوش کن، گوش کن. آره آره این چه سوالی بود خانم نجفی؟ حالا بیخیال، حالا بیخیال، اینو میذارم آخر بهتون میگم، اینو میذارم آخر بهتون میگم. گروه 15 و گروه 14 رو با هم دیگه مقایسه کنیم. آقا اول میرم سراغ چی؟ اول میرم سراغ، اول میرم سراغ چی؟ فاس. همگی گازی، پس به دردم نمیخوره. ببین من میرم سراغ هیدروژنی. خب NIS پیوند هیدروژنی داره، باید از همه بیشتر باشه. گوش کن دیگه بچه ها سوال نمیپرسن خودشون. باید NIS چون هیدروژن داره باید از بقیه بیشتر باشه. اما اینجوری نیست گروه 15، این روند به هم میخوره. چرا؟ چون SP هایسه جرمش خیلی زیاده، بر هیدروژن این غلبه میکنه. پس اول میشه SP هایسه، بعد این که هیدروژنی داره میشه، بعد AS هایسه چون جرم و حجمش از هایسه بیشتره. این از این روندش اینجوری میشه. گروه 14 ببین میخوام برم ببینم اول چه جوری هن. همگی چی هن؟ گازی، 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 گازی. میرم سراغ پیوند، واندروالس، 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 واندروالس. میرم سراغ قطبی، ناقطبی، 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 ناقطبی. پس میریم سراغ چی؟ جرم و حجم. هر چی به سمت جلوتر برم جرم و حجم بیشتر میشه، نقطه زوجوش هم بیشتر میشه. پس این از همه کمتره، بعد میشه این چون جرم و حجمش بیشتره، بعد میشه این، بعد جمع میشه این. آسل چطو به من، همه واسه ما معلم شدن اینجا دیگه، همه گفتن دیگه، بدبخت من یادش اومد. این از این. حالا بریم کلن با هم دیگه مقایسه کنیم آقا چجوری به سوال میدن. اول از همه ما چهار دسته ماده داریم: جامد کووالانسی، یونی، فلزی، مولکولی. جامد کووالانسی از یونی ها همیشه بیشترن، یونی ها از فلزی ها بیشترن، فلزی ها از مولکولی ها بیشترن. تو جامد های کووالانسی اگه بخوام مقایسه کنم میرم سراغ چی؟ انرژی پیوند.
هرچه انرژی پیوند بیشتر باشه ذوب وجودش هم بیشتر. مثلا ببینید پیوند سگانه داره، این پیوند دوگانه داره، خب از این انرژیش بیشتره دیگه، پس نقطه ذوب وجودش هم بیشتره. مثلا کربن کربن و سیلیسیوم سیلیسیوم، کربن شعاعش کمتره، انرژی پیوندش بیشتره، پس نقطه ذوب وجودش هم بیشتر. این برای کووالانسیا. اگر بخوای نقطه ذوب وجودش یونیا رو مقایسه کنی، میری سراغ انرژی شبکه. هر چه بار بیشتر باشه انرژی شبکه بیشتره، اگه بار یکسانه میرم سراغ شعاع، شعاع کمتر باشه انرژی شبکه بیشتره. مثلا MgO، Mg دوباره مثبت، O دوباره منفی، میشه 4 قدر مطلقش. اینا یه بار مثبت، این یه بار منفی، میشه 2. خب این بیشتره دیگه، پس نقطه ذوب وجودش هم بیشتره، انرژی شبکه‌اش هم بیشتره، آنتالپی فروپاشیش هم بیشتره. NaCl KaCl، اینا یه بار مثبت، Cl یه بار منفی، قدر مطلق میشه 2. Ka یه بار مثبت، Cl یه بار منفی، اینا میشه 2. میرم سراغ شعاع. شعاعی Na از Ka کمتره، پس انرژی شبکه‌اش بیشتره، نقطه ذوب وجودش هم بیشتره. بعد میشه فلزیا، بعد مولکولیا. مولکولیا هم که گفتم چجوری هم دیگه مقایسه کنی دیگه، جرم و حجم و فلان. این جمع‌بندی کلشه. اینو من به خاطر کی گذاشتم؟ خانم جلودار میگفت که آقا نقطه ذوب وجود شما چیکار کنیم، همایش به ما میگین. اینو داشتم میمیشم به فکر خانم جلودار بودم. آقا سلام چت واس کن، هی میگه آقا نقطه ذوب وجود شما چیکار کنیم. ببین دیگه همه چیش همینه، همه چی همینه. گروه ها رو نوشتم، ترکیب تالی رو نوشتم، جامعه کوالانسی یونی، همه چی کامل گفتم. خانم جلودار اوکیه؟ خیلی خدا رو شکر. این از این دیگه مقایسه همشه دیگه، این چیزی اصلا غیر از این خارج نیست، این جنبندیش اوکی، چیز اوکیه. حالا بریم سوالشو حل کنیم. ببین برای یک سال ما نیم ساعت الان وقت گذاشتیم، گوش کن، برای یک سال نیم ساعت وقت گذاشتیم، اما اشکال نداره. گفته هاش اف، هاش بیار، هاش سی ال. گفته همگی قطبی بوده، خب همگیشون قطبی هست، و نسبت به عنصر مربوطه در گروه 17 که ناقطبی است نقطه جوش بالاتری داره. آقا بیا نگاه کن، الان بیاردو مگه مایه نیست؟ هاش بیار گازیه، الان بیاردو از هاش بیار بیشتره، چون این مایه اولویت اول فاز بود، اول فاز بود. پس این جمله‌مون غلطه. میان آنها هاش اف بالاترین میزان گشتاورد قطبی، بالاترین میزان قطبیت رو داره. بله، چون F بیشترین خاصیت نافلزی رو داره، بیشترین الکترون خواهی رو داره، بیشترین الکترون نگاتیوی رو داره. درسته، گفته در دمای صفر درجه همه آنها گازی هن. غلط. هاش اف در دمای 25 درجه آره گازیه، اما 19 درجه نقطه جوششه، مایه میشه. غلط. گفته هاش آی چون جرم مولیش خیلی زیاده، از ترکیبی نقطه جوش بالاتری داره. آقا هاش آی هیدروژنی داره، مقدم تره. غلط. جواب میشه گزینه 1. سوال اینجوری اگه بیاد خیلی خوبه. ببین جدول ها دیگه یه چیز قوقایی، این دیگه یه چیز خفنیه. خب یه توضیح دیگه اینجا بگم، باز بریم سراغ برگشت. آقا ازت میپرسن مولکول قطبیه یا ناقطبی؟ اگر ازت بپرسن مولکول قطبیه یا ناقطبی، ساختار لوئیس بلدی، نقطه دیدی قطبی، ندیدی اطراف یکسان ناقطبی، اطراف متفاوق قطبی. این برای مولکوله، ازت میپرسن مولکولت قطبیه یا ناقطبی. بعضی موقع ازت میپرسن پیوندت قطبیه یا ناقطبی. آقا من باید الکترون نگاتیوی رو حفظ باشم، هاش میشه 2.1، لیتیوم میشه 1، برلیوم میشه 1.5، 2.5، 3.5، 4. نیم تا اضافه میشه تو دوره دوم. ان آ میشه 9.3، 3.3 اضافه میشه. 1.5، 1.8، 2.1، اینجا 2.5، 3. درسته؟ این الکترون خواهیه. هر چه عدد بیشتر باشه، الکترونگاتیوی یا الکترون خواهیش بیشتر. مثلا F4 اصلا بیشتره، پس الکترون خواهیش بیشتر. ازن میپرسه که پیوندت قطبیه ناقطبیه، میای اختلاف الکترونگاتیوی رو حساب میکنی. اگر بین 0 تا 14 باشه پیوندت ناقطبیه، اگر بین 14 تا 1.7 باشه پیوندت قطبیه، اگر بین از 1.7 تا بیشتر باشه تا 3.3 باشه میشه یونی. یه مثال واسه میزنم، میگه پیوند هاش افت مولکولت که قطبیه، ازن میپرسه پیوندش چیه؟ میگم هاش 2.1
اف هم 4 اختلافی میشه 1.9. آقا پیوندم از 1.7 داره بیشتر میشه، پس خیلی قطبیه، نزدیک به یونی اما یونی نیست. حالا عدداش دقیق در نمیاد، گرفتی؟ یا مثلا ان های 3، خب مولکولم که نقطه دیدم قطبیه، اما پیوندم چی؟ آقا ان چنده؟ 3. هاش چنده؟ 2.1، میشه 9. از 14 بیشتره، بین 14 تا 1.7، پس پیوندم قطبیه. آقا هر چه اختلاف الکترونگاتیویت بیشتر باشه، هر چه اختلاف بیشتر باشه، قطبیت بیشتره، گشاورد قطبی بیشتره، خصلت یونی پیوند بیشتره، اما خصلت کووالانسیش کمتره. این است. گفته گشتاورد قطبی H2O و H2S به ترتیب برابر 1.85 و 1.92. آقا گشتاورد قطبی H2O از H2S بیشتره، چون الکترونگاتیوی، ببین تفاوت H و O چقدر میشه؟ 2.1، اون 3.5 میشه 1.14. H و S این 2.1، اون 2.5 میشه 4. آقا مگر اختلافش بیشتر نیست؟ پس قطبیتش، گشتاورد قطبیش، میزان یونی بودنش بیشتره. پس این جمله غلط. نقطه جوش، آقا اول انهای 3 بود دیگه، نه آس و پی، غلط. نقطه جوش اتانول از استون بیشتره. آقا نقطه جوشه، گفتم الکل ها و اسیدها از همه بیشترن، چون الکل پیوند هیدروژنی داره. پس این درسته. در ساختار یخ هم که این جمله درست، جوابش گزینه 2. بچه تا اینجا اوکی این؟ تا اینجا اوکی؟ اوکی، بریم سراغ بقیهش. آقا سر چت رو باز کن، من میرم میگم اوکی این چت بسته است. بدبختم. اوکی؟ الکترونگاتیوی با شما رابطه عکس داره؟ بله. نو دوباره ویدیوشو ببین، جزورم میذارم نگاه کن. سوال بعدی، آره سوال بعدی و معرکه. قربونت، به خود منم اینجا خیلی خسته میشم سعید جون، اما چیکار کنیم دیگه؟ آره باید تا موقع تا ساعت 4 اینا باید تموم کنیم، چون آقای قربانزاده باز چی کلاس دارن. آقا اگه صفری، اگه صفری اینا رو بخون. استو الکتروشیمی 3.12 1.10. آقا این 3 تا تست داره، این هم 2 تا تست داره، این هم 3 تا تست داره، این هم 3-4 تا تست داره. حدودا میشه چقدر؟ حدودا 30-35% میشه. روزی 2 ساعت هم ببینی تمومه. اگه تونستی گرما رو هم بخون، قشنگ به 40 میرسی. یعنی با چیزی که تو گروه گذاشته ولی 40-50 باید بزنین، 40-50-60. گرفتی؟ حالا همایش هم دارم میذارم، جنبندی هم میکنم، تمام نکات هم میگم، کنکورا رو هم تحلیل میکنم، ویدیو 1.10 اسید بازم میذارم و دیگه ببینم چیکار میکنیم دیگه. تا جایی که دستم بر بیاد انجام میدم. خانم یعقوب شما که همیشه خسته ای، بیخیال. شما کلا چی نکن. خیلی خوب. خانم پاکستان از همه فهمیدتره. پریسا حسینی اینجوری هم میتونی حفظ کنی، هر جور دوست داری حفظ کن. خیلی بری اینجا. خانم یعقوب شما خود از همه بدتری، بذار من چطور رو ببندم. اصلا 60% این آزمون تو کنکور چند؟ اگه 60% این آزمون تو کنکور باید بالای 70-80 بزنی، 75-80 بزنی. خود یعقوبی از اینایی که هر جلسه میگفت آقا تو رو خدا از اون امتحان بگیری، آقا تو رو خدا امتحان بگیری، قصد جلسه برای تکلیف چی بیاری؟ بگم بابا بیخیال، بابا زشته.
هر جلسه میگه آقا تو رو خدا امتحان بگیریم، تو رو خدا میشه امتحان بگیریم، تکالیفمون رو چک کنیم. گفتم آقا بی خیال. خیلی خوب، چی گفته؟ آقا این مال تست مبتکران بوده، من اینجا گذاشتم چون تستش خیلی خوب بود، چون تستش خیلی خوب بود. و برو روالش تو مبتکران هم نگاه کن ببین چجوری حل کرده، برو تو اونم نگاه کن ببین چجوری حل کرده. حالا منم واسه حل میکنم ببینی چجوریه. چی گفته؟ آقا گلوکومتر یه عدد برات اون رو نوشته و میگه برو چیکار کن؟ میگه برو مولارشو به دست بیار. من گفتم اگر بخوای مولار رو به دست بیاری عدد رو تقسیم بر 18 کن، ضرب در 10 به توان منفی 3 کن. اینجا گفته 95، 95 تقسیم بر 18 ضرب در 10 به توان منفی 3 میشه 5000. گفته غیر ذات معلول 5000 درست. اگر پی پی ام بخواد اون عدده رو ضرب در 10 کن میشه 950 پی پی ام. خب درست. حالا چی گفته؟ آقا تو مولا رو داری؟ گفته در 250 میلی لیتر. خب ببین گزینه 3 مولار مگه نمیشه مول تقسیم بر جرم مولی؟ من مولو چقدر مولارو چقدر به دست آوردم؟ 5000. لیترش گفته 250 میلی یا 500، 2500. خب اگه بخوام اینجا مولشو به دست برم میشه 5000 ضرب بر 2500. اما گرم ازم خواسته، یعنی 5000 ضرب بر 2500 که مولشه ضرب در جرم مولی 180 میکنم، میشه اینقدر. خب همینقدر تو گزینه‌ها هست، 2 دهم. آره به تقریب 2 دهم. بعد چی گفته؟ سی ام مگه نمیشه مول تقسیم بر لیتر؟ مولارش چقدر شد؟ 5000. گفته در 2 دهم دسی لیتر، یعنی میشه 200. چند مول از اون وجود داره؟ 1000. خب اینم همین رو نوشته دیگه، همین جواب میشه گزینه چند؟ 4. هر 4 موردش درسته. تست مبتکر بود، من خوشم اومد گذاشتم. من چون خوشم اومد از این فصل، یه دقیقه صبر کنیم بچه ها، یه نفرم به مشکل داره تو برای ورود به کلاس، ببینم چی کار میشه کرد. بچه های نکته، هر کی دیروز از ساعت 6 به بعد ثبت نام کرده، هر کی دیروز از ساعت 6 به بعد ثبت نام کرده به پشتیبانی پی ام بده که اسمشو دوباره یادداشت کنن. پس هر کی دیشب از ساعت 6 به بعد اومده تو کلاس، بره به پشتیبانی پیام بده که اسمشو ثبت کنن بتونه کامل بیاد. این از این. خیلی خوب، شناسایی یونهایی هم که خیلی مهمه، شناسایی یونها. آجی مثبت توسط سیل منفی تشکیل آجی سیل رسوب سفید میده. واکنشش اینه آجی نوسه بلا به اناسیل میدهد آجی سیل رسوب سفید رنگ به اضافه انا اناسه. باریوم دوباره مثبت توسط اس او 4 دوباره منفی تشکیل باریوم اس او 4 میده یه رسوب سفیده. واکنشش هم اینه. کلسیوم توسط پی او 4 سبار منفی که رسوب سفید کلسیوم سه پی او 4 دو میده. واکنشش هم که واسه نوشته. مدل های فضا پر کنم که بهتون گفتم مخلوطات ناهمگنن یا همگنن. ناهمگنا خواص فیزیکی و شیمیایی و یا هر دونشون غیر یکسانن، مثل آب و یخ، آب و هگزان و آب و شن. همگنا مثل محلول یا میتونن مایع باشن، هم جامد یا هم گاز. گاز باشن مثل هوا، جامد باشن مثل سکه، مایع باشن سرم فیزیولوژی، زده یخ و گلا. این از این. محلول عدد و جز تشکیل شده، حلال و حل شونده. آقا حل شونده یعنی تو حلال حل میشه، حلال اونی که حل شونده رو خودش حل میکنه. آقا لزوماً حلال مولش باید از حل شونده بیشتر باشه، اما لزوماً گرم حلال از حل شونده بیشتر نیست. میتونه اینجوری باشه اما لزوماً اینجوری نیست. اما 100% مول حلال باید از حل شونده بیشتر باشه. این از این. بریم بعدی. انواع کاربردهای نمک خوراکی که واسه نوشتم، ویژگی منیزیم چجوری تهیهش بکنیم، مولار چیه، چجوری واکنشاشو انجام بدیم، مخلوط بکنیم، مولار اولی ضرب در حجم اولی، مولار دومی ضرب در حجم دومی تقسیم بر چی؟ مولار کل. این درصد جمعی فرمولش مهم نیست. انواع ترکیبای حل شونده، خب یا مواد محلولن یا کم محلولن یا نامحلول. موادی که محلول باشن یا یونی هن یا ترکیب مولکولی، اینا به هر نسبتی تو آب حل میشن، مثل اتانول، استون،
اتانویک اسید، متانویک اسید، متانول، درسته؟ و سایر ترکیبات مثل شکر، های سی ال. بیش از یک گرم. ترکیبای یونی مثل توش انشار مثبت داشته باشه، کاتیون فلزای اولو داشته باشه، NO3 منفی داشته باشه، CLO3 منفی داشته باشه، انشار مثبت داشته باشه، NO3 منفی و فلزات قلیایی. اینا به هر نسبتی تو اینا تو آب حل میشن بیش از یک گرم. کم محلول باشن، یعنی بین یک سلوم تا یک گرم تو آب حل میشن، مثل کلسیم SO4، کلسیم سولفات. نامحلول کمتر از یک سلوم، مثل یود، مثل هگزان، مثل AgCl، مثل باریوم SO4، مثل کلسیم CPO42، درسته؟ انواع محلول یا سیر شده است، یا سیر نشده، یا فراسیر شده. آقا سیر شده یعنی چی؟ یعنی به مقدار لازم توش حل شده، نه بیشتر نه کمتر. یعنی اینجا روی محور میفته. سیر نشده یعنی مقداری که حل شده از انحلال پذیری کمتره. مثلا اگر انحلال پذیری 20 باشه توش 10 گرم حل شده. درسته؟ پس میشه چی؟ زیر منحنی، یعنی نقطه سی. یعنی زیر منحنی یعنی چیه؟ سیر نشده. درسته؟ خیلی خوب. بعدی چی؟ فراسیر شده، یعنی مقدار حل شونده از مقدار انحلال‌پذیری بیشتر بوده، میشه بالای نمودار، میشه آ. درسته؟ خیلی خوب. انواع نمودار یا سودی یا نزولی ها چی بهشون تقریبا ثابته. سودی باشه افزایش دمو باعث افزایش انحلال‌پذیری میشه، کاهش دمو باعث کاهش انحلال‌پذیری میشه، مثل KNO3 KCl NO3 سودیه. اما اگر نزولی باشه مثل لیتیوم SO4 افزایش دمو باعث کاهش انحلال‌پذیری میشه، کاهش دمو باعث افزایش انحلال‌پذیری میشه. این شیبش تقریبا ثابته، یعنی دما زیاد روش تغییر ایجاد نمیکنه. محلول سیر شده اینا که دیگه کاری نداره، اینا هم که بهتون گفتم. انواع مواد ترکیبی یونی، ترکیب مولکولی شامل فلز و نافلز، ترکیب مولکولی رو جلوتر کامل میخونیم اینا رو. ویژگی مولکول آب، انواع ترکیب یا قطبی یا ناقطبی. اگر قطبی باشه در میدان جهتگیری میکنه، یعنی برایند مثبت و منفی بر هم منطبق نیستن، قطبی در میدان جهتگیری میکنه، گشتاورد قطبیش مخالف صفره. اما اگر ناقطبی باشه در میدان جهتگیری نمیکنه، برایند مثبت و منفی بر هم دیگه منطبقند، گشتاورد قطبیشون برابر صفره، مثل هیدروکربن ها. خب گروه 15 هم که نمودارش رو واسهتون کامل کشیدم چی کار باید بکنیم، گروه 17 هم که واسهت کشیدم افزایش گشتاورد دو قطبی چه چیزایی. اگر افزایش گشتاورد دو قطبی باعث، یعنی افزایش قطبی بودن سبب چیا میشه؟ افزایش قطبیت میشه، افزایش نیروی بین مولکولی میشه، نقطه جوش رو زیاد میکنه، جهت‌گیری در میدان زیادتر میشه، هرچه قطبی بودنش بیشتر باشه، یعنی گشتاورد قطبیش بیشتر باشه، انحلال‌پذیریش بیشتر میشه، در حلال ناقطبی انحلال‌پذیریش کمتر میشه. این از این انواع حلال، حلال آبی، غیر آبی، تمام نکاتی کتابو گفته، حالت فیزیکی، جامد، مایع، گاز و فلان، همه چی اونجا گفته. انواع انحلال، انحلال در آب، فلان، ترکیب مولکولی، انواع رسانایی، انواع الکترولیت ها، این خیلی مهمه، الان بهتون میگم. آقا انواع الکترولیت ها سه دستن، یا الکترولیت قوی هن، یا ضعیف هن، یا غیر الکترولیت. اسیدهای قوی، هاش نوسه، بازهای قوی و نمک ها مثل اناسیل، کاسیل، کابیار، اینا ضعیف هن. انحلالشون 100% یونی، اینا انحلالشون هم یونی هم مولکولی، درسته؟ مثل چی؟ مثل اسیدها و بازهای ضعیف. اسیدها و بازهای ضعیف میشن چی؟ الکترولیت ضعیف. غیر الکترولیت مثل اسیتون، مثل اتیلن گلیکول، شکر، گلوکوز، اتانول. این از این خیلی مهم بود. اسموز و اسموز معکوس و تمام نکاتش اینجا گفته، باید این نگاه از روش بنداسی. آقا فصل 1 و 2 و 3 دام تمام متنشو گذاشتم، یعنی باید کامل اینو حلش کنی. اصلا چطور باز کن؟ یعنی جنبندی کاملی گذاشتم واسه دیگه. به خاطر این آزمونمون 6 صفحه است، پاسخمش 110 صفحه است. اوکی؟ اگر اوکی این که بریم بقیه‌اش. جزوه رو کامل کامل باید بخونی. همه چی رو دیگه آوردم دیگه. استاد یه ذره سریع‌تر چشم. خانم ملک زادگان الان اجازه دادین من یکم سریع‌تر میرم. تا الان من منتظر شما بودم که بگی من یکم سریع‌تر برم. ریفرش شدیم بریم سراغ بقیه‌اش.
سالای شیمی امسال به نظرتون چطوره؟ سالای شیمی امسال 100 درصد از تو کتاب تر میشه. یعنی چی چطوره؟ سالش خوبه دیگه. در حد 99. کنکور 99 در حد همونه. شاید یه ذره پایین‌تر. 99 یه ذره پایین‌تر. یه ذره. خیلی خوب. نه دیگه بسته دیگه. آهنگ زیاد گذاشتیم. سعید 5 نفر. کلا 5 نفر. نه 99 یه ذره وقتگیر بود، سخت نبود، وقتگیر بود، یعنی سخت نبوده سوالاش. اگه برید نگاه، حالا تحلیلش رو کامل واسه تون میذارم، تحلیل رو میذارم، اونو ببینید دیگه. اوکیه، نه به خدا من تهران نیستم. نه 99 خیلی راحته. من تهران بودم چجوری سوال میدادم؟ سوال میدادم که کسی سی هم نزنه. جدی به خدا. آره آره آره، ملک زاده احتمالش هست. فیلم امروز آقای صالحی باید آیدیشو میدم بریزین سرش. نه آقای صالحی، من آقای صالحی میدم. آقا اصلا ربطی نداره سخت باشه، دعا کنید سخت باشه. شما قیافتون مظلومه به نظر میاد. آره ولی مظلوم نیستم. خیلی خوب. آقا فرق نمی کنه سخت باشه یا آسون، دعا کنی که سخت باشه، دعا کنی که واقعا سخت باشه. آسون باشه همه کسی که کتاب هم یه دور خونده با شما که خودتون رو چی کردی بازم یک درصد میزنی، اونم میتونی جواب بده، تو هم میتونی جواب بدی. دعا کن سخت تر باشه تو بتونی بزنی. الان مثلا کنکور 90 کسی 80 زده بود و احتمال قبول نشده بود، کنکور 90 45 درصد زده بود رتبه زیر 1000 بود. فرقی نداره، برای همه یکسانه. خوب بخون، ببین در حدی بخون که بعدا پشیمون نشی چرا کمتر خوندم. واقعا این 10 15 روز آخر خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی من داشتم فکر می‌کردم من ریاضیم تو کنکور 40 خورده‌ای زدم، خوندن 49 زدم. داشتم فکر می‌کردم من شب کنکور اصلا من خیلی کلا استرسی ام. همین 10 روزو خیلی بخون. من خیلی استرسی ام. من شبا امتحانم هیچ موقع خوابم نبرده، تو دانشگاه هم خوابم نبرده، تو حتی از سوم دبیرستان به بعد اصلا خوابم نمیبرد. شب کنکور من خوابم نبرد. ببین ریاضیم داغون بود ها، یعنی همیشه خوندم فراموش کرده بودم. من دیگه مثلا 12 شروع کردم تا مثلا همون 6 7 صبح که داشتم میرفتم ریاضی داشتم میخوندم و داشتم فکر میکردم که اگه سر همون شب کنکور مرور نمیکردم این مثلا 49 50 درصد رو نمیزدم. یعنی 10 روز خیلی مهمه، خیلی مهم، خیلی کارا میشه کرد. نه بخون بابا بخون. آره کسی که خونده مثلا 70 80 درصد خونده، آره مطلب جدید نخونه. کسی که صفر چیزی واسه دست دادن نداره باید بخونه دیگه. گرفتین؟ کسی که صفر بشینه بخونه دیگه، مفصل جدید هم باید بخونه دیگه. جلو رو قبلا خونده بودم، فقط باید مرور می‌کردم. تست باید زیاد بزنید، تست اصلا چه مهم‌تره دیگه. خیلی خوب. ان شاءالله بتری کنید. جلسه بعدی هم تو آزمون دیگه می‌زنیم، سوالا ان شاءالله همش از تو همینا بیاد دیگه. ایول ایول بریم سراغ بقیهش. آره بچه گفتم من کنکور ثبت نام کردم دیگه، من کنکور ثبت نام کردم برای شیمیش. آره برای شیمیش ثبت نام کردم، چون قرار شیمیشو فقط بزنم همین. چون من کنکورم که صد زدم خیلی هم گفتن که نه تو دیگه نمیتونی، تو فلانی، یه بار شانسی زدی، نمیدونم چی رو شانسی شده. اگه بلدم اونم برام شانسی بزنن. گفتم اوکی من دوباره کنکور میدم. اوکی ببینم دوباره میتونم بزنم یا دوباره نمیتونم بزنم. اصلی باز آره تدریس میکنم. آره آره برو نگاه کن واسه تون چی میذارم. نه چی شانسی زدم. آه تالی چی کنی که بریم بگه بچه ها 100,000 تومن میگیرم تقلب میرسونم. 100,000 تومن فکر کن چقدر موف دارم میگیرم. 100,000 تومن دیگه به بستنی هم نمیدن. خیلی خوب. مهدویان کجایی؟ مهدویان هست یا نه؟ اصلا ببینی مهدویان هست؟ الان دیگه آره هست. مهدویان فرد این نامگذاری ترکیبای عاملی که گفتی، بعدش میرسیم به چی؟ اون سوالی که میگفتی آقا ما اینا رو چجوری حل کنیم؟
کدوم گرمایی بیشتری آزاد میکنه. اینم وسط گذاشتم. اینم به عشق مهدویان فر گذاشتم. نمیخواستم توزن تو جزء بذارم، جزء سوالا بذارم، اما مهدویان فر دیگه گفت. از دو هفته پیش یادم مونده بود. خیلی خوب. ببین. سگام میخوام حل کنم. آقا اول اتم میبینم. اتم میبینم ولی چی تبدیل کنم به مول؟ این عدد رو تقسیم بر عدد آووگادرو میکنم. میشه 8 تمام ضرب در 10 به توان منفی 3 یا 8 ضرب در 10 به توان منفی 4 مول نقره. واکنشو نوشتم. خب واکنشو نوشتم. گام دوم چی بود؟ اطلاعات مسئله. گفته 5 میلی لیتر 2.5 مولار نقره نیترات. 5 میلی لیتر میشه 5000 میلی لیتر. پس زیر نقره نیترات میذارم 5000 میلی لیتر. مولار هم داده 2.5 ضرب در 2.5 میکنم. 2.5 مول بر لیتر. لیت با لیت خد میخوره، مول میفته پایین. مول میفته پشت شی میذاشم ضریب. گفته با مقدار کافی اینقدر نقره، یعنی 8 ضرب در 10 به توان منفی 4 مول نقره، یعنی 8 10000 مول نقره. اینجا مول میفته پایین، اینجا هم ضریبشو که 2 میذارم. اینجا هم میذارم چی؟ باز درصدی سمت چپ بالا. باز درصدی میشه 80%. اینم خیلی سوالش خوبه. بازدرصدی زیاد گذاشتم چون هر سال تو کنکور سوال، ببین مثلا قانون 100% سوال میاد، امسال بازدرصدی 100% سوال میاد. آقا این یه چیز کلیه، تعیین زنجیره اصلی. زنجیری رو انتخاب میکنیم که بیشترین تعداد کربن رو داره. اگر گروه عاملی داشت، گروه عاملی هم 100% توش باشه. درسته؟ این نکته. اگر دو زنجیره، پس زنجیره اصلی اونی که بیشترین تعداد کربن داره و اگر گروه عاملی داشت، گروه عاملی هم باید توش باشه. خیلی خب، این نکته دیگه هم که داره، اگر دو زنجیره با بیشترین تعداد کربن داشتیم، اونی رو انتخاب میکنیم شاخه فرعی بیشتری داشته باشه. پس گام اول انتخاب زنجیره اصلی. چه زنجیره؟ زنجیره اصلیه اونی که بیشترین تعداد کربن رو داره و اگر گروه عاملی داشت، باید گروه عاملی هم حتما توش باشه. درسته؟ این از این. نکته بعدی، نکته بعدی، باید چیکار کنیم اگر دو تا زنجیره داشتیم که دو تاش بیشترین تعداد کربن داشت؟ مثلا این 8 رو داشت، اونم 8 رو داشت. درسته؟ این 8 رو داشت، اونم 8 رو داشت. اونو چیکار می‌کنیم؟ میرم اونو انتخاب می‌کنم که شاخه فرعیش بیشتر باشه. خیلی خوب. شماره گذاری، شماره گذاری. اگر گروه عاملی داشت، از سمتی که به گروه عاملی نزدیک تره. اما آلکانا که گروه عاملی ندارن، این چیز کلیه برای اسیدها، الکلها، آلکنا، آلکینا. اگر گروه عاملی نداشته باشه یا وسط باشه، شماره گذاری رو از سمتی ها شروع میکنیم که زودتر به شاخه فرعی برسیم. پس ببین، بذار اینجا میام چیز خودم ببینم بهتره. یکم گیج کننده است. یک، انتخاب زنجیره اصلی. اگر گروه عاملی داشت، حتما باید در زنجیره باشد. اما مثلا آلکانو گروه عاملی نداره. درسته؟ و بیشترین تعداد کربن را داشته باشد. و بیشترین تعداد کربن را داشته باشد. نکتهش چی بود؟ اگر دو زنجیره با بیشترین تعداد کربن دیدیم، اونی رو انتخاب میکنیم که شاخه فرعیش بیشتر باشه. پس زنجیر اصلی رو انتخاب میکنیم. گام دوم، شماره گذاری. شماره گذاری رو از کدوم طرف انجام میدیم؟ اگر گروه عاملی داشت، از طرفی که زودتر به گروه عاملی برسیم.
اگر مثل آلکانا گروه عاملی نداشت دیگه به این نکته کاری نداریم، میریم زودتر از طرفی که به چی برسیم؟ شاخه فرعی برسیم. اگر شاخه فرعی از دو طرف یکسان بود، مثلا اینجا کربن دوم بود، اینجا کربن دوم بود، میرم سراغ تراکم. اگر تراکم یکسان بود، مثلا این طرف یه دونه بود، این طرف هم فقط یه دونه، میرم سراغ الفای لاتین. اگر الفای لاتین هم یکسان بود، میرم سراغ چی؟ میرم سراغ این که بگم فرقی نمی کند دیگه. پس شماره گذاری، اگر گروه عاملی داشت مثل اسیدی الکلی، زودتر به گروه عاملی برسیم. اگر مثل آلکانا نداشت، به این نکته اصلا کاری نداریم. پس نکتهش چیه؟ اول زودتر به شاخه فرعی برسیم، بعد میریم سراغ تراکم، بعد میریم سراغ الفبای لاتین. مثلا برون به کلور چیه؟ اولویت داره. بعد میریم سراغ فرقی نمی کند. سوم چیه؟ نوشتن نام و شماره شاخه فرعی. نوشتن نام و شماره شاخه فرعی، درسته؟ این از این شاخه فرعی یا هالوژنن با لفظ او تلفظ میکنم، مثل برومو کلورو اینا، یا اگر یک کربن داشتن میشن متیل، دو کربن داشتن میشن چی؟ اتیل، سه کربن داشتن میشن چی؟ پروپیل. پس اینا شاخهای فرعی از این سوالات خارج، از این چنل خارج نیستن. یا هالوژنن میگن برومو کلورو، یک کربن باشه متیل، دو کربن اتیل، سه کربن پروپیل. گام چهارم چیه؟ نوشتن نام زنجیره اصلی. نکاتی که باید دیدی، نکاتی که باید بلد باشی چیه؟ هاش دیدی خط بزن، مهم نیست. سی دو هاش پنج دیدی به جاش بنویس سه هاش دو سه هاش سه. این از این. نکته بعدی، تو نامگذاری ها، تو نامگذاری ها اتیل متیل، یعنی الفبای لاتین باید رعایت بشه. اگر تو گزینه ها بگیم متیل اتیل چیه، این کاملا غلط. این از این نکته اول. نکته دوم، متیل روی کربونه اول و آخر قرار نمیگیرد. مثلا من یک متیل اصلا ندارم، رو کربن اول هیچ موقع نمیتونه قرار بگیره. مثلا هگزان 6 تا کربن داره، رو آخر یعنی 6 متیل هگزان هم ندارم، رو ششمی هم نمیتونه قرار بگیره. نکته سوم، اگر کل این نکات رو بلد باشی دیگه مشکل نداری. اتیل روی دو کربن اول و دو کربن آخر قرار نمیگیرد. یعنی من اصلا یک اتیل ندارم، دو اتیل ندارم، هگزان 6 تا کربن داره، من 6 اتیل هگزان نه، روی دو کربن آخر قرار نمیگیره. دو کربن آخر میشه 5 و 6، 5 اتیل هگزان ندارم. آقا نکاتش همینه، هیچ نکته دیگه ای نداره. خیلی خوب، بخوام برم حلش کنم اینا رو، بیخیال. آقا نکته اول، اولا که مثلا دو اتیل ندارم، پس گزینه یک خط میخوره. اما اگر بخوام نامگذاریش کنم به روشی که گفتم، میام چیکار میکنم؟ اینجوری شکلش. آقا میام انتخاب زنجیره اصلی بیشترین تعداد کربن رو داره، پس میام چون شاخه‌های فرعی یک کربن داره میشه متیل، یک کربن داره میشه متیل. شماره گذاری از طرفی که زودتر به شاخه فرعی برسن میشه از این طرف، 1 2 3 4 5 6. نوشتن نام و شماره شاخه فرعی، رو 2 5 متیل دارم، میگم 2 5 چند تا متیل دارم؟ دو تا دیمتیل. نوشتن چی؟ زنجیره اصلی 6 تا کربن میشه هگزان. این از این. نکته بعدی، نقطه جوش گریس از وازلین بالاتر، غلط. این 18 تا 25 تا کربن بیشتر باشه نقطه جوش هم بیشتره.
گرانروی این از این کمتر. آقا این ببین بزرگتر از اینه، جرمالیش هم بیشتره، پس گرانرویش بیشتر از اونه، درسته. نیروی واندر والسی، ببین این بزرگتر از اینه، این از این بزرگتره، جرمش بیشتر، پس نیروی واندر والسی چم قوی تره. این از این. خب این جدول بخوام با هم بگه مقایسه کنیم، حالا اونجا کامل نبود تو امتحانتون، جی و اش هم اضافه کردم. گفته ترتیب واکنش پذیری A, B, C، درسته؟ وقتی میگه A, B, C، اول باید ببینیم فلزن یا نافلز. A, B و C نیتروژن، اکسیژن، فلور. وقتی میگه واکنش پذیری اول باید ببینیم فلزن یا نافلز. الان A, B و C نافلزن، پس وقتی میگه واکنش پذیری رو مقایسه کن باید ببینیم فلزن یا نافلز. اگر نافلز بودن باید خصلت نافلزی رو بررسی کنی، اگر فلز بودن خصلت فلزی رو بررسی کنی. تو نافلزا هر چی خصلت نافلزی بیشتر باشه واکنش پذیری بیشتره، تو فلزا هر چی خاصیت فلزی بیشتر باشه واکنش پذیری بیشتره. الان آبی و سی رو نگاه کن، همه نافلزن، پس منظورش از واکنش پذیری خصلت نافلزیه. آقا سی از همه بیشتره دیگه، نافلزی، پس این جمله درسته. خصلت نافلزی آ از عنصر ای بیشتر است، درسته. گفتم به سمت این حرکت کنیم، یعنی به سمت بالا و به سمت راست حرکت کنیم، نافلزی بیشتر میشه دیگه، پس اینم درست. شعاع اتمی H در مقایسه با G کوچک، گفتم به این سمت حرکت کنیم شعاع کوچکتر میشه دیگه، جواب میشه گزینه 4. آقای این سوال استو گفته نیم مول واکنش رو نوشتم، میذارم نیم مول آلومینیوم سولفات 28.8 مول لیتر فراورده گازی تشکیل میده. خب اینجا چی میفته پایین؟ مول ضریب میذارم 1 مول. اینجا مولار و چگالی که ندارم، حجم مولی بهم داده، حجم مولی بهم داده، پس لیتر میفته پایین، همون حجم مولی که گفته شده در سوال میذارم 124 تا. خب گفته بازه درصدی چقدره؟ آ رو میذارم سمت چپ بالا، آره میشه 80% یا 80%. قسمت دومش هم خیلی راحتی، میری حساب میکنی. خب یکی از سوالی که حس میکنم میاد، حالا شاید مثلا عدداش تغییر کنه، ماده‌اش تغییر کنه، اما به نظرم 100% سوال داره، 100% سوال داره. آنتالپی پیونده، خیلی خوب، آنتالپی پیوند رو بگم حساب کنیم، میشه آنتالپی پیوند واکنش دهنده منوی آنتالپی پیوند فراورده. تو فصل گرما اینا رو کامل درس دادم، توضیح دادم. آقا هرچی مولکول ها ساده تر باشه، دلتایش محاسبه شده با دای تجربی مطابقت بیشتری داره. مثلا اینجا ببین آدو یک دونه آ آه پیوند آ آ، به دو یک دونه پیوند ب بیه آ ب، درسته؟ یه پیوند، دو تا پیوند آب داره. اگر بخوام اینجا برم دلتا اچ رو حساب کنم میشه دلتا اچ واکنش دهنده ها، یعنی آ آ، دلتا اچ آ آ، دلتا اچ چی؟ ب ب، منهای فراورده ها، یعنی آب. چند تا آب؟ دو تا آب. اینو اگر بری حساب کنی پیوندش به دست میاد. خیلی خوب آقای، من اینو چجوری حساب کنم؟ این سوال از تو جزوه خودم گذاشتم، برای اینکه برای بچهای خودم مرور بشه، سوالشم قبلا دیده باشم برای تو درکش دوچار مشکل نشه. چی گفته؟ گفته اگر در واکنش این 910 کیلو ژول گرما آزاد بشه، یعنی دلتاش هم چقدره؟ چون گرما ده این چه منفی 910، این و این آدو 3 تا به 2 دو تا آب 3. گفته نسبت آنتالپی پیوند آآ به بب برابر 2، آآ به بب برابر چند باشه؟ 2 باشه. من میام بب رو خودم x در نظر میگیرم، پس آآ میشه 2، اینم میذارم x میشه 2x، پس آآ چقدر شد؟ 2x. من بب رو فرضی این گرفتم و گفته نسبت بب به آب برابر 1/3 باشه. مگر بب و ایکس در نظر گرفتی؟ آب میشه چقدر؟ 6. پس آب چقدر شد؟ 6. فرضی در نظر گرفتی. حالا گفته آنتالپی واکنش رو حساب کن. آقا مگر این واکنش دهنده‌ات نیست؟ اینم فراوردت. آقا آدم میشه یک دونه آآ،
به دو میشه سه تا به به چون ضریب سه آ به سه چی؟ ببینید یک دونه آ سه تا پیوند با بی داره، یکی دو تا سه تا ضریبش هم دوه، منفی 910. پس دلتاش منفی 910. آقا آ چند در نظر گرفتم؟ گفتم آ میشه 2x دیگه بالا، چند تا 2x؟ یک دونه آ داره میشه 2x، ضریبش هم یکی میشه همون 2x. به به چی در نظر گرفتم؟ x در نظر گرفتم، ضریبش میشه چقدر؟ 3x منهای دلتاش فراورده ها، ضریبش که 2. خب من پیوند آب رو چقدر در نظر گرفتم؟ 3x. پس آب این 3x، این پیوندم 3x، این پیوندم 3x، یعنی 3 تا 3x میشه 9x، ضریبش هم که 2 میشه چقدر؟ 18x. اگر از اینجا حساب بکنی x هم میشه 70. حالا گفته آنتالپی پیوند آآ چقدره؟ مگه نگفتم آآ میشه 2x؟ مگه x هم 70 نشد؟ میشه 140. از این سوال داریم 100% به نظرم، به نظرم سوال داریم. خب ظرفیت گرمایی چیه؟ به مقدار گرمایی که اگر به یک ماده بدیم دماش درجه زیاد بشه. ظرفیت گرمایی با جرم رابطه مستقیم داره، یعنی ظرفیت گرمایی با افزایش جرم زیاد میشه، ثابت نیست. ظرفیت گرمایی هر ماده به نوع و مقدار آن بستگی داره، درسته؟ ظرفیت گرمایی یک جسم که دمای آن در اثر کیو جول گرما به اندازه اینقدر زیاد بشه، ظرفیت گرمایی میشه سی مساوی کیو برای دلتا تی. اما ظرفیت گرمایی میشه مقدار گرمایی که باید به یک گرم جسم بدی تو دماش درجه زیاد بشه، یکاش جول بر گرم بر کلوین یا جول بر گرم بر سانتیگراد. ظرفیت گرمایی میشه برخلاف ظرفیت گرمایی به جرم بستگی نداره، درسته؟ ظرفیت گرمایی میشه کیو برای ام دلتا تتا. ظرفیت گرمایی ویژه رو اگه بخوای از روی ظرفیت گرمایی به دست بیاری، اگر ظرفیت گرمایی تو تقسیم بر جرم مولید کنی، ظرفیت گرمایی ویژه به دست میاد. این از این، این نکتهش هم خیلی مهمه. اگر دو تا جنس مختلف داشته باشی، اونی که ظرفیت گرمایی کمتری داره اگر بهش گرما بدی تغییر دماش بیشتره. آقا اینجا آقا دلتا تتام چقدره؟ از 21 برسه به 46، 25 درجه تغییر کنه. خب فرمول ظرفیت گرمایی چقدر بود؟ ظرفیت گرمایی ویژه سی میشد کیو بر روی ام دلتا تتا. آقا سی رو به چقدر داده؟ 9 دم. کیو رو به چقدر داده؟ 12.15 جول. ام درسته؟ زد داره دلتا 25، ام هم میشه 54%، یعنی گرم هم اینقدر بوده، درسته؟ آره گرم هم اینقدر بوده. حالا گفته جرم مولی، جرم مولی میشه گرم تقسیم بر مول، جرم مولی 54% به دست آوردم، مول هم خود سوال گفته 200 میشه 27. این از این سوال. آقا مهلویان فر، آقا ترتیبش یاد بگی. جی ال از همه اول بیشتره، بعد جی جی، بعد ال جی. آقا کدوم از همه بیشتره؟ ببین این ال، این ال بعد جیه. خب ال جی از همه کمتر بود، به دردم نمیخوره. این چیه؟ جی ال. آقا این اصلا مگه جی ال از همه بیشتر نیست؟ جواب میشه گزینه دو. بعدی چیه؟ ال ال، به دردم نمیخوره. این چیه؟ جی، این طرف هم چی؟ جواب میشه گزینه دو. آسل چطور باز کن؟ مهدوی آنفر بیاد. مهدوی آنفر اوکی؟ تمام، همین همین. کلاس یعنی چی؟ ببخشید کلاس که هنوز وقت داریم، هنوز وقت داریم. آره جزء دستنویس هم بذاریم. آنتراک بچه، آنتراک میخواین یا نه؟ 5 دقیقه. همه مخالفه. خیلی خوب بریم واسه چطور با هم بریم سراغ برگشت.
اصلا یه زحمتی یه آب میکشی اصلا لیوان بزرگ نداریم خیلی کوچیکه. کجا بردن؟ بردن بکنم همین هم بخورشون بردن داره؟ اینجا اهمیت لیوانی نداریم اصلا. خیلی خوب ببین اولا وقتی میخوای سوال حل کنی یک زمان صفر هم باید حساب کنی دیگه، یه زمان صفر هم باید حساب کنی. تو زمان صفر هیچی از فراورده نداری، این از این واکنش هم اینه، دو تا N2 و 5 میده 4 تا N2 به اضافه O2. خب ببین نکته دیگه باید توجه کنی، 20 3 مول تولید شده، 25 هم 3 مول، یعنی تو زمان 20 واکنش چی شده؟ تموم شده، پس این دیگه به دردمون نمیخوره. این نکته بعدیش. آقا چی گفته؟ از 0 تا 20 از 0 تا 20 چقدر این اودو تولید شده؟ 3 مول. چقدر اودو تولید شده؟ مگه ذره میشه 1 چهارم این نیست؟ 1 چهارم 3 میشه چقدر؟ 75 سنتیم از این تولید میشه. آقا ذره به این 2 و 5 چند برابر این اودو؟ این 2 اون 4 نصف بشه، پس میشه 1 و نیم. چی ازت خواسته؟ سرعت واکنش. آقا سرعت واکنش با سرعت کدوم ماده برابر بود؟ گفتم اونی که ضریبش 1، پس آر واکنش میشه همون آر او 2 بر حسب چی خواسته؟ مول بر دقیقه. آقا مولش چقدره؟ 75 صدم. دقیقمون چقدره؟ آقا مگه نگفتید 20 ثانیه؟ یعنی 1/3 مین، 1/3 مین، درسته؟ این از این. ها لیتر هم گفته، لیستمون گفته چند لیتر؟ 5 لیتر. یه ضرب در 5 هم داره. اگر جواب آخرش حساب کنیم میشه 45 صدم. این از این. بعدیش هم که زیاد چیز نداره. گفته ماده و انرژی، تولید و تامین غذا فلان، اینا دیگه مطالب حفظیه، آزاد کردن انرژی، پاسخ سینتیک، پاسخ گرماشیمی، دما، تفاوت دما و گرما. ببین واکنش های گرماده و گرماگیر چجوری هن؟ آقا اگر یک واکنش گرماگیر باشه واکنش هم اینجوری میشه. اینجا واکنش دهنده ها، اینجا فراورده ها، اینجا دلتا اچ یا اینش. مرسی. اینجا سرعت انرژی واکنش دهنده های دلتا اچشون از فراورده ها بیشتره، پس پایداری فراورده ها از واکنش دهنده ها بیشتره. کیو رو باید سمت چی بنویسم؟ فراورده ها بنویسم. انرژی از سامانه به محیط منتقل میشه، گرما از سامانه خارج میشه. علامت کیو منفیه و برای محیط مثبته. نمودارش اینجوریه، به سمت پایینه، یعنی واکنش دهنده از فراورده سطح انرژیشون بالاتره. مثال خوردن یک لیوان شیر و با دما 60 درجه و هم دما شدن اون با بدن. اوکی؟ اما واکنش گرماگیر اینجوری واکنش دهنده سطح انرژی پایین‌تر نسبت به فراورده ها دارن. درسته؟ پایداری واکنش دهنده از فراورده ها بیشتر، علامت کیو مثبته، از محیط به سامانه میره. کیو رو سمت چی می‌نویسم؟ واکنش دهنده ها می‌نویسم. خوردن بستنی و هم دما شدن با بدن. اینو گرما فلان و اینا دیگه حفظیات بیشتر، آلدهید ها و فلان و بدن و ارد سوختی و آنتالپی سوختن و خیلی. بریم سراغ این. آقا پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سنگی. پلی‌اتیلن سبک شاخهای فرعی خیلی زیاد داره، این شاخها به همدیگه اضافه میشن و باعث چی میشن؟ باعث دفع کردن همدیگه میشن. شفاف، چگالیش کمتره نسبت به سبک، سن نسبت به سنگین. شاخه فرعی داره، انعطاف پذیره، استحکامش کمتره، کیسای پلاستیکی شفاف،
نیرو بین مولکولیش واندر والسیه، درسته؟ اما سنگین فاقد شاخه فرعیه، اینجوریه. مقایسه چگالی سنگین از سبک چیه؟ بیشتره. اما چگالی هر دو از آب کمتره. بنابراین روی آب شناور میمونن. کدره، سخت و محکمه. استحکام سنگین از سبک بیشتره، نقطه ضعف سنگین از سبک بیشتره چون نیروهاش قوی تره. چون سنگین شاخه فرعیش شاخه فرعی نداره. اون شاخه فرعی داره، به خاطر همین این نیروی دافعه نداره. نیروهاش قوی ترن، نقطه ضعفش بیشتره، استحکامش هم بیشتره. کاربرد مخازن بطری دبه، درسته؟ نیرو بین مولکولیش هم واندر والسیه که قوی تر از سبکه، پلی‌اتیلن سبکه. گفته چگالی پلی‌اتیلن شاخه دار اینقدره و بدون شاخه اینقدره، درسته؟ شاخه دار این سبک، بدون شاخه این سنگین، این از این باید بیشتر باشه، درسته؟ با ایجاد شرط مناسب در واکنش پلیمر شدن، برخی مولکول اتن از کنار هم دیگه اضافه میشن و شاخه دار تولید، این درسته؟ گزینه 3 درسته؟ گفته به دلیل چگالی پلی اتیلن سنگین در آب فرو میره. گفتم چگالی هر دوشون از آب کمتره، پس هر دوشون روی آب شناور میمونن. این از این. آقا این سوال گوش کن، گوش کن. اول میام واسط توضیح میدم، بعدش بهت میگم چجوری اینو اصلا میتونستی ندیده حلش کنی. گوش کن. گفته با توجه به ساختاری که بهت دادم نام مونومر آ رو بنویس. آقا وقتی میخوای یه شکل اینجوری بهت بده میخوای نام مونومرش رو بنویسی، میای شاخه اصلی، یعنی شاخه اصلیه این شاخه اصلی تو یکی در میون برش میدی، مثلا از اینجا برش میدم، بعد بعدی رو نمیدم، بعدی رو میدم، بعد یکیش جدا میکنم، همین که بین این دو تا رو جدا میکنم، میذارم میبرم، میذارم پایین، همین شکلیه دیگه، آوردمش پایین. و به اینی که توی زنجیره اصلیه این پیوند دوگانه میدم، یعنی اینجا پیوند چی میدم؟ دوگانه میدم. اگر شکلشو بکشم چه جوری میشه؟ مگه اینجا نمیشه 3 هاش 3؟ اینجا میشه 3 هاش، اینجا میشه 3 هاش، اینجا میشه 3 هاش 2، اینجا میشه 3 هاش 3. این جوریه دیگه شکلش. خب میام شماره گذاری میکنم، 1 2 3 4 5. پیوند دوگانه داره بین 2 و 3. خب کوچیکتر میام مثلا میگم 2 5 تا کربن داره، 2 پنتن. چرا پنتن؟ چون پیوند دوگانه داره، آلکنه. یه راه دیگه هم داشت. آقا میبینی پشت آلکن عدد، پشت آلکن و آلکین باید بیای تعداد کربنشو تقسیم بر 2 کنی. مقدار مجاز محاسبه شود. یعنی چی؟ آقا پنتن مگه نیست؟ خب پشتش 2 و 3 وجود داره، پنتن چند کربن داره؟ 5 تا. تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 2.5. اون عددی که پشت اینه باید از این کمتر باشه، یا 1 باشه یا 2 باشه. اصلا 3 ها خط میخورن همون اول. مثلا میگن عدد پشت هگزن چی میتونه باشه؟ میگم 6 تقسیم بر 2 میشه 3. میتونه 1 و 2 و 3 باشه، 4 نمیتونه باشه. عدد پشت هپتن 7ه یا هپتین، تقسیم بر 2 میکنم میشه چقدر؟ 3.5. 1 و 2 و 3 میتونه باشه. مثلا بگه اکتن 8 تقسیم بر 4 میشه 2. 1 و 2 و 3 8 تقسیم بر 2 میشه 4. 1 و 2 و 3 و 4 میتونه باشه. گرفتی؟ اینم پنتن 5 تا داره، تقسیم بر 2 میشه 2.5. باید 1 و 2 باشه، اصلا 3 نمیتونه باشه. یعنی بدونی که اصلا بخوام اینو حل کنم میتونستم جواب بدم ذهنی. آقا چطو باز کن. آقا گرفتی چی شد؟ عدد پشتش رو فهمیدی چیکار چجوری به دست میاری؟ تقسیم بر 2 میکنیم باید از اون کمتر باشه، اصلا 3 نمیتونیم بذاریم پشت پنته. مدرسه مردانشوی حواست کجاست؟ 4 تا مثال ازش هست. خیلی خوب. فاطمه میدانی مقدم سوال تو بفرست. نمیفهمم سوالت چیه. یعنی چی به چند حالت مختلف میتونم هم دیگه وصل بشم؟ سوال تو بفرست. خیلی خوب. پنتین چه جوریه؟ آقا 5 تا کربن داره، تقسیم بر 2 کن. همیشه باید تقسیم بر 2 کنیم، چه 2.5.
اعداد پشتش باید از دو نیم کمتر باشه، یعنی یک و دو باشن، سه نمیتونه باشه. مثلا هگزین 6 تقسیم بر دو کنیم میشه 3، 1 و 2 و 3 میتونن، بیشتر از 3 دیگه نمیتونه باشه، این غلطه. هپتین 7 تقسیم بر دو میشه چقدر؟ 3 و نیم، یعنی 1 و 2 و 3 میتونه باشه، 4 نمیتونه باشه. این از این ویدیوشو دوباره نگاه کنید. و چی گفته؟ آقا وقتی با بروم یک ماده واکنش میده دیگه سیر میشه، یعنی آلکان میشه، دیگه آلکن باقی نمیمونه، دیگه آلکن باقی نمیمونه، یعنی پروپن دیگه کلن غلطه. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 1. این از این. نه فقط برای آلکن و آلکین ها. بچه ها تخته درسته؟ خانم ملک‌زادگان فیلم رو دوباره ببین؟ اوکی میشه واسد. گفته در کدام ردیف تماما همگی درستند؟ کدام ردیف؟ آقا گفته وینیل کلورید، پولی وینیل کلورید. گفته ساخت ظروف یک بار مصرف. آقا وینیل کلورید ببین مصرفش چی بود؟ وینیل کلورید اینجا بینگاه کن کیسه خونه. این چی گفته؟ گفته ظروف یک بار مصرف، پس این کاملا غلط. استیلین گفته کف اوتو، غلط. گفته تترا فلورو اتین، اتن، غلطه. جواب میشه گزینشان ردیف 4. این پلیمر هاست، پلیمر های مهم و کاربردشون. گفته تفلون تمام نکاتش رو نوشته، نقطه ذوب بالایی داره، گرم در برابر گرما مقاومه، نچسبه، در حلال عالی حل نمیشه، پوشاک، نساجی، فلان، روند تولید الیاف، تا همینجا. خیلی خوب، فقط یه چند تا سوال میمونه مال سوالای 12 اونا دیگه تعریفیش خیلی زیاده. چیه؟ تعریفیش کامل واسط نوشتم، یعنی تو سوالش به مشکل نمیخوری. بازم جلسه بعدم چون میخوان کلاس بذارن اینجا به 5 دقیقه دیگه بعد کلاسمون رو تموم کنیم. اگه سوال داری بپرس، اگه بازم مشکلی تو سوالای بعدی جلسه بعدی همش اینا رو حل میکنیم، بعد میریم سراغ آزمون. جزوه رو واسطتون امروز چطو فعال کنم آقای سالی؟ جزوه رو واسطتون امروز میفرستم، جزوه رو فیلمم ان شاءالله اگه بشه امشب میفرستم، تحلیل کنکورم واسطتون میفرستم، فردا فصل یکی دمام واسطتون میذارم. تو سوالای بعدی چند تا دیگه مونده، اگر اونا رو مشکل داشتی واسه رفع اشکال میکنم، اما پاسخش کامل اینجا هست با نکاتش. همایش دوم بهتون تاریخ دقیقش میگم، احتمالاً شنبه باشه، احتمالاً شنبه باشه، چون پنجشنبه اینجا همایش میخواستم پنجشنبه بذارم اما احتمالاً باید شنبه بذارم. جلسه بعدی بهتون خبر میدم تا امشب. کفه تو هیچ کدوم از اینا نیست. خیلی همین صبح. آره ایشالله همین صبح. آره سوال داشتی بپرس عزیزی، قربونت، مرسی. فیلمو میذارم، جزوه رو واسهتون میذارم، همایش دومم هم بهتون میگم. چشم. همایش دومم میگم با فاصله میذارم که مباحث رو بخونین، یکم برسین، آزمون بعدی رو خوب بزنین. ها ایزومریه، ایزومری نزدیک به کنکور که نه، ولی چند روز قبل کنکور میذارم همایش دومو که بیشتر مباحث رو بخونیم، به اینجا آزمون بدیم، سوال حل کنیم، مرور بشه. جزوه رو الان واسهتون میفرستم. برای بقیه درس ها رو بخونید. مثلا میگه 6 تا کربن چند حالت مختلف میتونی رسم کنی، مثلا 6 تا کربن میذاری، مثلا 3 4 5 6، 2 4 6، بعد میگه 5 کربنه میکنی، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا، درسته؟ یه بار روی این میذاری، باز میگه 1 2 3 4 5، درسته؟ رو اولی آخری که نمیتونی بذاری، متیل رو نمیتونی بذاری، رو دومی گذاشی، رو سومی میذاری، باز میری 4 کربونش میکنی، 4 کربونا رو میذاری، اینجوری میذاری تا آخر هر چند میتونی. ایزومری نمیاد. این سوال داشت گفتم بهش بگم. عزیزی قربونت. ان جلسه بعدی باز میتره کنیم. بچه‌ها فعلا همه تدریسا تو کانال همایش هست. آره. حوصله بیا پایین. شما خسته نباش. قربونت، مرسی. مرسی، ممنون. فعلا خداحافظ. سوال داشتی داخل پی وی بپرس، تا موقع کنکور من هستم، هر سوال داشتی بپرسی.
من جواب بقیه رو نمیدم، فقط جواب ثبت نامی و همایشی ها رو میدم. هر کی دیگه ازم سوال بپرسه میگم باید بچه خودمون باشیم جواب بدیم. بخوام جواب بقیه رو نمیدم، جواب خودمون فقط. خانم یعقوبی شما دیگه سوالات خیلی چرت و پرته، جواب نمیدم. بله شما رو میشناسم. آره فرمونه چکرم. خانم یعقوبی مثلا میگه اتم چیه؟ خب چی جواب بدم بخواهید؟ مثلا میگه آقا مولکول خوبه، میگم چی؟ ما رو خوبه اینجوریه. بخواهدم این زیاد جواب نمیدم. آره جلسه بعدی میگم. آره فاطمه جلدار اون که 100%، اون که 100% احتمالا قبله تو تحلیلای کنکورام هست دیگه، اونا هم اونو که میگم. همین میتی باتم نمیدونم، منم نمیدونم دیگه، ایشالله که زده باشه. تحلیل کنکورا رو میذارم آره، یا امشب یا فردا شب. ساختالویس باید پیدا کنم، نمیدونم کجاست به خدا. واقعا همین دو سفر یاد بگیری به خدا همش همین هست، هیچ چیز دیگه نداره. همین دو سفر یاد بگیری کل ساختالویس رو بلدی. نکته تستم از پنجم ششمه، از پنجم ششم تو برنامه تو نوشتم. فردا و پس فردا انگار فصل یکی دهم رو میذارم کامل ببینی. برنامه تو مشخصه فصل یکی دهم. امشب و فردا کنکور میذارم، یا امشب یا فردا کنکور واسه تون میذارم 100%. موازنه بار جلسه بعدی، تو آزمون بعدی هست، تو آزمون الکتروشیمی بعدی هم موازنه نیم واکنش هست هم موازنه واکنش. جزء مسلط چیم چند درصد میشه؟ ویدیو ها رو مسلط باشی با جزوا یه 70-80 باید بزنی. بریم نفرم جلدار الکی میگه. بریم بچه ها بریم که الان قربانزاده میخواد بیاد بیرونمون میکنه. خیلی خوب قربون شما. فعلا میگه زیستم درس بدین. اگه من زیست درس بدم که بقیه چیکار کنن دیگه؟ بازارشون کساد میشه همه. خیلی خوب.